Gran dostan, salamuna u ehtiramuna khraglas despinu khabaru program ta hilada chi jor khushala u bareli usi. Dostani aziz arzi salam u ehtiramas baraye fard fard afana aziz marta tarafi tashrif darin va televizion payam afghan ya shabake jahani televizion payam afghan ra tamasha midarid arzu hay nik banda va hama karkunani televizion payam afghan ra bepazirid. امیدوار هستیم در همه امور زندگی و حیاتتان موفق و معید باشین، از گزند روزگار درمان و از آفات جسمی و روانی درمان باشین. دوستان عزیز، امروز قرار بود که مصاحبه با آقای سلیمان لایق، البته چهره معروف و شناخته شده بگویم در اجتماع افغانستان، در 5-6 دهی اخیر افغانستان بودن و در لابلای سیاست افغانستان و همچنان در السنه دری و پشتو شاعر و نویسنده هستند. در یکی از برنامه های ما در آلمان با آقای ناصر آریان دو بار مصاحبه کردن و در آلمان برای فوت بارق شفیع که اونا هم از پرچمی های ماه پختی افغانستان بودن و اشخاص یا افکار تهدایبی گروه پرچم و خلق شمرده میشن، خصوصا پرچمی ها، آقای سلیمان لایق برای تشییع جنازی از اونا به آلمان و بالاخره یک دو مصاحبه در تلویزیون پیام افغان از طریق دریچه اروپا با آقای آریان نمودن و بالاخره دوستا برای ما تلفن زدن که آقای سلیمان لایق در یک محدوده وقت در اونجا ظاهر شدن در تلویزیون پیام افغان و بالاخره سوالات ما باقی ماند و کفایت نکرد وقت و یا برای ما موقع میسر نشد، گله ها داشتن و آقای آریان به ترتیبی که باید میشد از آقای سلیمان لایق پرسش های داشته باشه به طور نشد و بالاخره از آقای آریان پرسیدیم و اونا گفتن با اونا به تماس میشن و وعده ملاقات یا مصاحبه هفته گذشته روز پنجشنبه با آقای سلیمان لایق داشتیم و گمان به این رفت که مشکل تکنیکی است. هر بار ما تلفن میزدیم و منزل سلیمان لایق در آلمان گوشی را میبرداشتن و خاموش میبود، کسی صحبت نمیکرد یا گوشی را دوباره میگذاشت و بالاخره موفق نشدیم. فکر کردیم که البته مشکل تکنیکی در لانگ دیستنس یا راه دور تلفن ها وصل نمیشه و بالاخره به دیگر وقتی تلفن زدیم اما مشکل موجود نبود. خب باز هم به این گمان که آقای لایق حاضر هستن مصاحبه میدارن، مگر مشکل تکنیکی البته باعث شده که وصل نشه و لاینای تلفن. امروز اعلانم شد دو بار سه بار افغانای ما سراسری از همه اکناف جهان تلفن زدن که میخواین با اینا در از لاین های باز تلفن استفاده و سوالاتی بدارن و مکرر ما از اونا خواهش کردم که با آقای سلیمان لایق به طوری که لازم است و لازمی یک شخص معقول سوالات بدارین و اگر تبصره هم بود مختصر مهربانی کنین. همه وعده سپردن که چون مهمان شما هستن و مهمان ما هم منتها سوالات مردم افغانستان هم باشته شده از این چهره ها باید پرسیده شو. ما با اطمینان کامل به استودیو آمدم و چند سوالی هم در فکر خود داشتم که از ایشان بپرسم و بالاخره تلفن زدیم. امروز میگه آقای سلیمان لایق تلفن عاجل آمد، یک مرد 89 ساله دویده دویده رفت با بلژیم و در اونجا با چند تا پرچمی و همی افراد و اشخاص خود شاید وصل شده باشه
و یا این هم که در منزل تشریف دارن و همونجا هستن، تلویزیون هم شاید ببینن، مگر همون چالهای و دروغهای سیاسی را که برای دیگران اظهار میکنن، برای ما هم سلیمان لایق همید با وعده های خود ایفا نکردن و بالاخره فرار و برقرار ترجیح دادن و از این معلوم شد امون خائف میگه خائن است، خائن خائف است و اگر یک نفر میتونه صحبت کنه در امون چوکات و چارچوب ادب و محبت افغانی، ما خواستیم با اینا موقع بتیم و مصاحبه بداریم. مگر هزار حیف و تأثیر است که یقینا امون وقتی روشنی میگه میتابه تاریکی رخت میبنده و یا آفتاب میبرای یخ آب میشه، اینا هم حیثیت تاریکی رو داره و یخ هم داره که در امون یخدان اینا امرار حیات دارن، مگر وقتی در برابر یک آفتاب روشنی سوالات و پرسش ها قرار میگیرن باز فرار میکنن. در حالی که در بلژیم هم اگر یادم باشه میشه تلفنی با ما صحبت کنم، چهره از او را اگر یک تصویر هم بود میشد از او استفاده شوه، حتی پسر از اونا برای پدر خود چی میگم راهسازی کرد و اونا هم در آلمان و در کشور آزاد قرار دارن. امی اخلاق و شرافت در امی آدم نبود که یک تلفن میزد که ما به یک طرف سفر دارم و مصاحبه امروز به یک روز دیگه به تعویق بندازیم. انسان است، در حیات ما امور عاجل به وقوع میپیونده، هر یکی ما یک مشکل داریم، ما امور قناعت بخش میدانستیم و یک روز دیگر محول میداشتیم مصاحبه میکردیم. مگر یادم ناپدید شد، دوستان عزیز نه به شما احترام گذاشت و نه به شما افغانان عزیز و مهربان ما که در طرف از دست امی وطن فروش ها برباد شدیم و پر گردیدیم هر طرف. بعضی های ما فکر میکنیم در افغانستان نیستیم، از گزند روزگار و تلاطم و هیاهوی حیات غربی ما بهرمند هستیم، مگر در امونجا هم از تربیع اولاد گرفته تا خود ارتباطات فامیل به کلی یعنی پاشیده و امو چی میگه ریپل افکتس میگهش در انگلیسی، امو گزنده از او در امینجا هم محسوس هست و افغانای ما در دورها هم آرام نیستن و او از دست همی بی خانمانی ها و دوری از دامان کشور و آغاز از او از دست همی مردم صورت گرفته. ای کاش سلیمان لایق همی جرات هم می داشت، می آمد و صحبت می کرد، مگر افسوس است که در امو چی میگه تاریکخانه های حزب یا گروه پرچم و خلق خود داخل می باشند، مگر در امینجا که زمینه برای از اینا میسر است و یکی از اشخاص گویندی معروف حزب پرچم و خلق همی آدم 80 و چند ساله باقی مانده و بسیار به جرات میگه ما صحبت میکنم. وقتی با ناصر آریان نشسته بودن، مگر ما هم از آقای ناصر آریان از این بعد خواهش میکنم که همی افراد و اشخاص بدون اجازه در تلویزیون ما داخل نسازه و اگر هم میایم با یک تفهیم و مفاهمه باید صورت بگیره، در غیر از او ما همی پروگرام را قطع میکنیم. درست از دوست ما هست، عزیز ما هم هستن، همکار ما هم هستن، مگر وقتی سرنوشت یک ملت مطرح می باشه و خصوصا گذشته های تاریک یا افراد و اشخاص، باید ملی قضاوت کنیم و بیندیشیم. در غیر از او ما معذرت می خواهیم که یک تلویزیون پاک با همی چهره ها ناپاک شد. به هر حال به اینجا بسنده می شیم، می خواهیم در رابطه با تبصره های شما را هم بشنویم. پروگرام دوستان عزیز، ما آمادگی برای یک پروگرامی مصاحبه داشتم با سلیمان خان، مگر سلیمان خان گم شد، نمیدانم کجا رفت، بلژیم میگرفته شب در میان با او که میدانست که امروز مصاحبه داره، شاید پرچمی های دیگه او را گفته که نرو که آبروی ما میره و از خودتان میره، در اینجا بازی و با ریش بابام بازی نکو قربانی چوم، در امی جوی چگکا و اینا او بازی کو، مگر در بحر بیکران
سوالات مردم اگر برابر شدید همه ما به امرای تباه و برباد میشیم. و یکی دیگه از اینا به نام پاچاگل وفادار به حدی آدم کودن و خورد آدم بود، و یکی دیگه از اینا به نام صمد اظهر قاتل میوندوال هم بود و قاتل مردم افغانستان هم. امون موشک وارد امون آلمان در زیرخانه ها اونجا یکان کتاب نوشته میکنه و سب در لین گد شد، امی شهامت و جرأت او هم نداشت که با تلویزیون پیام افغان به همینجاست که ما بسیار افتخار میکنم که یک مجرای بسیار خوب ما داریم. ایره یک سنگر جهاد باید بدانین دوستان عزیز که مردم اتا یارای ایره نداره که از این طریق یک صدای خود بکشه یا در برابر سوالات شما مردم خود قرار بتن. باو که ما خواستم سوالات ما در مجرای بسیار ادب و مهربانی و اینا باشه. حتی با یکی از دوستا گفتم من نمیخوام که همی آدم من یک مثال بدی برای از اینا باشم که اینا را زرده بسازم. میخوام با اینا صحبت کنیم، تفهیم کنیم. حسین سلیمان لایق بسیار مواد داره و بسیار از زیر و زبر سیاست آگاه هستن. شاید از اینا ما بسیار چیزای نو نو بشنویم، مگر متاسفانه هم فرصت خودش هم از دست داد و مردم افغانستان هم حاضر نشد، بی احترامی کرد برای همه شما و واقعا هم اطور است. یعنی شمشیر مجاهدین در گردن از یا خورد یا از وطن ناپدید ساخت، بادارایش هم اینا رو مردود ساختن. حال دمی تغاره های غرب و فیدالیزم و سرمایداری و اینا در همونجا کاسلیسی میکنن، بدا به حالی از این بیغیرت ها. به هر حال ما ایره به این لحاظ میگم اگر روز اول مشکل تکنیکی بود و روز دوم خب از ما مشکل تکنیکی نداشتیم. امروز از آغاز فرزاد جان در استودیو آمادگی داشت برای یک سکایپ و یرفا، همه چیز آماده ساخته بودیم. باز هم یا آقا اونجا وطن برباد کردن، فروختن، برباد ساختن، ویرانه ساختن. 2.5 میلیون آدم قصابایشان همی مردم بودن. امروز باز صاحب در همی خفاشا واری و این آدم مردار میشه سبا صاحب. باز همه شادنامه خواد کردن که گم شد. همه تو که ببرک جا ندادن و در جوار افغانستان در ریگه های حیرتان در اونجا زیر خاک یه آدم کثیف گور کردن یه وطن فروش هست. حتی همون دل افغانستان، خاک افغانستان قوی جاذبه دفنی از زیره نداشت. و یا دکتر نجیب ها دیروز دیدن با همون تمتراق بالاخره طالب ها آمدن و رسه به دار زدن. یک هفته در همون جایی که نطق و خطابه میداد آویزان بود، القاویز. و این دیگه هایچ هم به حد مردود و مردم های پست و وطن فروش حالی هم هستن. گفته صمد اظهر چیز هم پرچمه یم مگر افتخارم پیکومه. یعنی با آدم کشی، وطن فروشی، با یک حزبی که سراسر جفا و فروش مادر وطنشان بودن، با اوی آدم وقتی افتخار میکنه یک شخص یکقدر پست و رزیل میشه که با وطن فروشی، با یک مفکوره اجنبی، متریالیستی، غیر خدایی یه آدم افتخار میکنه. دیگه همه تو یک آدم پست آدم چی بوده؟ به هر حال هر کدام از اینا همه طور بوده. ما میخوایم دوستان عزیز برنامه امروز پروگرام دیگه همی بود که یک چند نفر پلیس سرحدی را در ولایت پکتیا رئیسی از اونا را به نام ابراهیم حقیار دستگیر کردن که با شبکه اقانی ارتباط داشت و هم در بخش استخبارات و هم یک قطعه مکمل به اقانی تسلیم میکرد و اسناد گیر آمدن. اتو یک مثلا همچنان شوروی یا روسیه قوای خدای همو یک بیس نظامی خود در تاجیکستان فعال میسازه برای مدافع از خود، یعنی در برابر داعش و حراس افغانان. یعنی همین طالبان حراس افغانان میگن، همین ها در دل همین ناتو حراس انداخته، در دل روسیه حراس میاندازن. اگر جهاد و همو طالبه حق و حقیقت باشه، او حراس در دل از اینا میاندازه. بله همو تو حراس افغان به مراتب بهتر از جایی که غلامی و مزدوری یک چند تا اجنبی را آدم بداره. و در تاریخ شاه شجاع های خلق شده که او شاه شجاع بیچاره
صاحب ناحق اسمی از او در تاریخ افغانستان لکدار بوده. امروز سر شاه شجاع را خاریدن صاحب مداوم در خدمت دیگاه قرار دارن و شعار میتن. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. الو قیام صاحب ببخشی لالا امروز ولی هیچ نامدم و آدم معرض کردم بریتان نمیدونم اگر نامدم یک تفصیل خدا دارم اگر جدید باشه که امرا بکنم و از 100% نیک از 1000% میفهم کمیال آواز مرا میشنوه آقای لایق. بله طبعا اونجا نشستم در جایی که باشم اعترامات برشان تقدیم میکنم. از هم اولتر از خود بسیار تشکر میکنم که امی چهره را میخوایی در تلویزیون بیاری که هم بعد از 40 سال امو فرزند خائن ملت و فرزند صادق ملت خود به خود برملا میشه. ما سوالم خطاب صاحب از آقای سلیمان لایق فقط امی بود که در سال 1973 وقتی که موسی شفیق صدر اعظم افغانستان شد از یک کشیدگی که ما همراه ایرانی ها از 180 سال به این طرف داشتیم به خاطر موضوع آب هلمند خواست که نمیره به صورت درست حل و فصل کنه و وقتی که موضوع حل و فصل کرد قسم موضوع حل و فصل کرد که مقدار آبی که طرف ایران میرفت از 28 متر مکعبی را به 26 رسند و $2 بیلیون از ایرانی ها گرفت که خطاهن از خرمشهر بیاره ایراد قندار کابل و در ترخم مصر کنه و همینجا خدا شاید از خوب یادم است که حتما خودتون به خاطر داشته باشی و کمونستان مدی منکر شده نمیتونه که در 13 مارچ 1973 وقتی که امیر عباس ویدار موسی شفیق به افغانستان دعوت کرد و یه قرارداد هم سرش امضا کرد کمونستان به تحریک وبرک در پارک زرنگار مظاهره را برا انداختن و موسی شفیق به فروش آبرو فروش اینا متهم کن که در جرایدشان ثبت است و از جرایدشان هم نگاه که میمال در کتابخانه موجود است که انکار کردن نمیتونن. چرا یا این کار کردن که روسا میخواست یک خطاهن از طریق شیرخان بندر و قندوز و سالنگ بیارن تا کابل برسانن، یعنی شمال افغانستان اینا به اتحاد شوروی وصل کنن. بله. اما فقط اگر میان یک سوال جواب بگین که در سال 1978 وقتی خود یا قدرت سیاسی را به دست خود گرفت و به اصطلاح 14 سال اینا پادشاه افغانستان بودن از یک طرف مظاهره و مظاهره بازی یا پلان های موسی شفیق نقش براب کرد از طرف دیگه خود از این مرد نشن که تا یک بلس خطا هنم در افغانستان بیاره. بله آقای او سوالات اگر اصلا میره جواب این کمی دلیلی که شما پلان های موسی شفیق برهم میزین چی بود؟ آیا از این که کمپلان خوبتر شما بر افغانستان داشتین یا ایست که اطراف کن که نیست پیش ماشت باشده؟ بله سوال خوب بود ای کاش یادم میامد از این شاید دیر بشار میتونست مختصر جواب بگوی سوالاتی را که مردم افغانستان از اینا دارن. همین توده ها سو برادر غم توده را داشت اینمی توده های تان است. توده کردین و توده ساختین شما در غضب خدا شوین. ولی برای یک مصاحبه نمیان همی قدر جرات و شهامت در شما نیست. اونجا اگه آدم عجیز بیچاره را از جای نماز و وظیفه و دعا و چون پدران ما و نکه های ما و یا کاکه های ما را بردین سه در پولیگون هم تو زنده به گور کردین. امروز شما امیر جرات ندارین هم تو کاکگی را مردانگی را که برای یک سوال جواب و یک پاسخ بتین. اینجا خونه کدام خنجر است نه کدام با سیلی خود تک نفر میزنه. بله سلام علیکم سه خطاب سه محترم سلام رویای کمی بود. یا قربان شما. یه عالم تشکر بیادر از زحمت هایی که شما میکردید. ولی ما را سب این آدم نالایق اگر بیایه یا نبیایه بر ما شما به کلی به تفاوت است. اما چیزایی که در پیش روی از ما میگیم پیش سرشان میگیم که میشنوانا این ما تعصب در دیگه چای میکنیم که زن اولاد از این مردم نالایق به وطن فروش ایا رو چطور قبول میکنه چطور در خانه را میده. همین بچه از این نمیشرمد که بچه یک نالایق است بچه یک اگر پدر ما همتون نالایق وطن فروش میبود با مدانیت خدا قسم است که یک لحظه ما در خانه او را اجازه میدادم که داخل شوه یا در تماس. من گله از شورای نیاز بدبخت لعنتی دارم که یار زنده نجات دادن ایرمی احمد شاخیل ایرمی عبدالله ایرمی دیگه سگ سگور دیگه یار زنده برای دیگه خودشان به پاچایی برسن یار نجات دادن.
متاسف دیگه چیز میکنم که اینمی آقای اشرف غنی اینمی نالایق در روز سال بگرد قتل به شهادت رساندن آقای موسی شفیق ایرام دعوت کرده بودن اینمی نالایق. من دمی اشرف غنی های تعجب میکنم که در اون پیشش اما وطن فروش ها را آیا خود از یام یکی از جمله وطن فروش هاست غنی یا نیست؟ اگر نیست این وطن فروش ها را چرا در دور پیش خود جمع کرده؟ اینمی بود از من خطاب سیفون بودارم وش کنی که از اینجای چور نخورید اینمی امریکای عزیز اینمی تلویزیون است که در روی از یا بزنیم پوز از این وطن فروش ها اینا لایق بیوی آفرین آفرین خاک آدم با مال خود موفق باشی آفرین آفرین بله بله بهترین وسیله است روشنگری کنم مردم آگاه بسازه یگان بار یا دهانی صورت بگیره به کلی اینا فراموش شد و دکمیتی بیادر شما مجاهدینتان چی کرد و مسلمانایتان چی کرد که ما را مقصر میدانین باز بعضی ها که مطره که جواب از او پاسخ از اونا ها والا راست میگی و هر چیز هر مکان و هر زمان هر دور هر کسی مسئولیت اعمال خود داره شما را هیچ غرض نیست که اونا جنگای داخلی اما همین فساد از دست شما بود و مقصر همه مشکلات بعدی هم شماستین آغازگر مشکلات آغازگر همین مصائب افغانستان شما مردم بوده اید. بله سلام علیکم سه بله جناب خطاب و علیکم سلام سنگه نوری صاحب دقا خلق تو با دیر پیزنی کنه دا ولی از انجلیز خواهی نپیزنم خواهی اصلا کم موقع تلیات افسره با و کم خواهی دوی اونه نخی و نوی غزل جول کن چه دقا گرد خبری بکی پرتی دی بیر لنده وی وای تا جار سمزم دا تودو خبرو که خلق در تب قار نیست خیر خیر دیده غزل نیم هجر دی چم رخ کلی می جواندون که ترانن هوات گرانه چم رخ کلی می جواندون که ترانن هوات گرانه چجلان دا پسلگیو ترینو وات جانانه سمره کلی گناهکار شوم تل زد و پا گناکی سمره کلی گناهکار شوم تل زد و پا گناکی لا تر او سمی پزردی خماری شونده گلپانی سنک مرغم و وطن و سبد مرغم هاجر شو سنک مرغم و وطن و سبد مرغم هاجر شو پا هجرت که بیگانه شو پا خانه امینه شو ورانه تسبی سلی که کری وی چی خوراک شوی دیزا غانو تسبی سلی که کری وی چی خوراک شوی دیزا غانو تسبی سلی جنکی مو کم بی پتکلی اوریانه تا دناس بخو بیده زمشال دی نیمش پیم تا دناس بخو بیده زمشال دی نیمش پیم تا تلی کم غزل نازول مهربانه تا تلیکم غزل نازول مهربانه آفرین 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 دیر خدا آغی بندی باید تبصیره کروانی ولی تو روسیه که موید دقا آغیم پیزنه دقا سرای شیر انده تا غنده انده هم دیر شیرونه وایی انده شیر وایی و غزل اجازه رو خیش زو خیلیم وقا گیگه پا دقا شیرون وقا گیگه دا شیرونه بی جای جناب الله اخصای بخوا من پا سیاست که مطرح شخصیت و هم پا فرنگی مسائله که پا دوالو جبای دیر گلالیش اشعار ویلی و لیخ لستر خدماتی کنیدیم خوز بودادی دقا دی مرمن وفات ورد تسلیت ویم خو یا بل سازمان دی چه سازمان مردم افغانستان ده محمود بریالی جور کن او په هغه سازمان کښې مثلا ډېر د حیرت ځای دی چې حبیب منګل سرور منګل د حبیب منګل زوی ولی منګل دا خلک هم شته صرف د قدرت د خاطره په شاملېدو کښې یو برخه یې د سید اکرم سید منصور ناصری سره اعتلاف کړی هغه هم چې قدرت کښې شامل شي دا ډېر ناکام سازمان دی او حضرت سلیمان لایق صاحب هېڅکله د دغو سازمان سره کار نه لري
دا خو د د د خبرې ته څنګه کوي وانډي والا دا خو لوی پرچمای وو د خپل وزیر د پرچمیان وخت کې یو د قودری کنه تم غاړي بندې خدای دې غرق نه کړ او ته وای یو د قودری کې د پولی خوملي کې د څه څه هغه وو د خه مسلمان د ځوان الکان تنکی تنکی اطراف کې هم دغه وای هغه کړ چاپیان کړ د پرچم بیرق وای هم د عمل ته جک پلاری مولاو هغه خلکو ورته اختار ورکړي یا مولایي خوشې که یا د زوی خوشې که بیا همغه بدبخت هم وایي دا مولایي یې خوشې کړه مګر زوی ته یې څه ونه ویلې بیا باد لغه هم دغه شعرونه یم ویلې لکه تی چې وایي همدا رقم شعرونه به چې ترانې به وي په کې د پرچمیانو وخت کې لوی هغه غدار همدغه و بیا وزیر دی و شعرونه ده ویلې و مقالې ده نوشته کولې دا خو د پرچمیانو هغه مغز د پرچمیانو همدغه سړی ده او ته وایې د هېڅ سر و کار نه لري ته ولې داسې خبرې کوې؟ بله نه زه ځواب وایم پرچمیان څو ډلې دي لکه چې خلقیان هم هغه بل د لغمان مخکې تاسو یادون کړو نوم یې برق شفي محمد حسن برق شفي د لغمان و په کتابخانه کې تولد شوی و شاعر هم و خلقی و ما د نږدې لیدلی و په مطبع کې من تازه څه ویم ما باریق شفي پرچمایي ورور هغه څه پېژنې نه نه خو زه خبر یم خو و ته له دې نه چې نه خبر چې دا هغه سلیمان لایق پرچمایي ده بیا ته وایې پرچمایي کې پرچمایي اوس نه یم اوس نه یې پرچمای خدای دې نه کوي زه وروره نوري صاحب چې ته مې هم چندان پامه بد شولې خدای دې غرق دا غونډه هم دا غلي غلي یاد چېرته ناست یم دغه شعرونه و دا وایي ځانونه هم پټ کړي دي وطن هم واخېستو برباد بر و هلته پرچمای ومه خلک مې مړه کړه تباه مې کړه هغه تللی اوس آلمان کې هلته ناسته بېغمه بلجیم ته ځي بلجیم آلمان دغه هېوادونه غونډه هم دا اوس د نظم نوین جهان تر لاندې دي لاس لاندې دي سرمایه داری ورته وایي یا فیوډالیزم غیر کمونیستي هېوادونه دي دوی کرار یم هلته چرچې کي او ته هم دغه امریکا کې اوس بېغمه ناستې شعرونه وایي قورمې او کچالو پیاز د امریکا درکوي د همدې ملک شودې و مستې وایي هېچا سې تاسو ته پزم هم ویني نه شو وطن هم برباد خدای هم غرق نه کړه او دغه اوس دغه ولا دا په هغه د پرچمیانو کې هم فرق لري او دا لري دا ولې تاسو دا ټر په پر پټه وي دا غونډه هم دا عین خواص لري ځای دې چې توبه وباسي او غرق نه سي تاسو او روسانو خطیبینی وویستم ګر دا تاسو افغانان نه باسي بله سلام علیکم الو بله سلام علیکم و علیکم سلام بفرمایید خیر و خیریت سر بفرمایید آقای خطاب ببینیم امی آقای سلیمان لایق برتان بگم با خدا و آدم ها پیش شما که یک آدم هستین که تو سر سوال میکنین ساختگی مختگی و چیزار یاد ندارین نه تلویزیون تان ساختگی نه کدوم نمبا شما که رقم نور لق احدی رو شما هم سوال پیچک کردین یا شما اصلا میترسن آقای خطاب یا اصلا پیش کسایی میرن که قدر مصاحبه را سعی اکسپیریانسی گپام نداره با خدا که دیگه ای جای باشه با خدا که دیگه آقای سلیمان لایق اگه جای رفته باشه در مخانی خود است دیده مردم گفته بده امراض یادم خود ندن که یادم اما تو سوال پیچ برد بیکنه که تو سیره و پودینی رو میکشه این همی ریز بشه از آقای تختا برد ولی ما هم امیره میگم یعنی با خدا که دیگه دوم اگه دوم گپ باشه ی پیش شیرا نمیره ی پیش مارا میره مصاحبه می ی پیش شلندا میره پیش شیرا که دفعه ده کیرم تو بخت پرانک رقم نور لق احدی ولی کنین یک سه چهار سوال بودی بندنک میمونه اینی می روی زنش به خدا که دیگه ایچ گپ باشه این بعد می گپ روز خبر رو مگر این بهتر بود که میامد آبروی از آدم رفت نزد ما خالی صفر شده یعنی یک آدم از این که یک شغال بهتر بود وطن هم برباد کنیم میتونه بود آبروی خود خرید که بیدر آبروی مره آدم میکنه که شما خواده ایسا کنی نفرا وقت گفتن پس هم گوه تو امروی عزیز تو مزایبه میکنی بلا نفس تا میکشه این ریزه نیست ما برتون ما والا باور کنین ما تصمیم گرفته بودم که ایره بسیار ملایم با امرویش رفتار کنم نه ما ملایم نمیشه و خدا خوب است که ملایم نمیشه شما ما خوش هستم ملایم شما نمیشه حقیقت میگین ما قایق قبلش میگفتم سوالا را مگر در چوکات یک آدم میرمون ما اگر غلط بگویم صحیح میگیم با خوش هستن حقایق که میکنین تبا تباش میکنین
آه و در زمین خود مردم ازشان سوال میکردن، یعنی اینا بازی آدم همه تو عجز و پایفتادی پرچمی هم نبوده این آدم نه آدم اکای نو نو یا اکای ها که سوال اکای همطور خطکی خطکی کنه سوال اکای شیرکی خود نفات از یامه تشکر آقای تشکر والا خو یک یعنی گناه ما همی هم هست که چرا این سوال های شیرکی میکنیم من نمیفهم خب اگر راستی چی میگه میای و ارکی آب از دم شمشیر خورد نوشش باد امو کار اگه میکرد راستی میگفتیم امی آدم ای امو کدر پرچمی ها بود امو بزرگ پرچمی ها این امی آدم بود و راستی برای سوال های مردم افغانستان اگر نرم مطرح شوه یا درشت مطرح شوه پاسخ ندارن خب قدر قتل و قتال صورت گرفته آلی خود به این تبرع می سازن عقب پرده های ای که جنگ های داخلی صورت گرفت و مجاهدین چی کرد و اینا را زیاد پیش میکنه چی میگم که دم تبرع میگن نمد بگیره و که اینا اوگار نشه مگر او را هیچ هیچ و به خود سوال و پاسخی از اونا فرق میکنه اونا در یک دوری دیگی بودن یا در یک دوری دیگی هر کس برای اعمال خود مسئول است او را دیگه از پچمی دیگه هیچ وقت نشنوین که بگوید که برین بدر که همین آخوندهای شما ملاهای شما چی کرد بله سلام علیکم سلام علیکم خطاب صاحب وعلیکم سلام خوب هستین فضل خدا خطاب صاحب حاجی سخی احمد هستم و دوست ما سر ما انتقاد کرد دیروز که خدا حاجی حاجی میگه شما مرا حاجی صاحب میگین او دوست سر ما قار است که تو چرا خدا حاجی میگی حال ما حاجی هستم بیاد یک ما رفتیم بیاد 4,000-6,000 دلار دادیم آخر حاجی هم نباشم خطاب صاحب من پای پیاده رفتیم خطاب صاحب بعد افغانستان رفتیم از رای بایرود رفتیم جوان بودم خودت از همه که در عجی خودت یعنی راستی بیشتر عجیش بیشتر بودم چیزش واقعیتش بله به هر صورت او دوست ما را احترام برش تقدیم میکنم نام ما حاجی سخی احمد از شوربازار کابل هستم معلم لیلیه بودیم در دهه دموکراسی نمی بیادر معرفیم است خطاب صاحب محترم وقتی که سلیمان لایق در جرمنی مصاحبه میکرد ما بری زنگ زدم من این فهم شما شنیده یا نشنیده نیه بله ما بری زنگ زدم من سوال کردم که ما به شما احترام دارم ریش سفید هستی احترام ریش سفید تا دارم و ادام میکنی که ما دستم در خون مردم آلوده نیست ما گفتم ما در زمان خلقی هم در زندان بودم در زمان پرچمی هم و پیش چشم ما هزارها بیگناه کشته شده در صورت که دست تو در خون مردم آلوده نیست تو خود شریک جرم نمی جنایات هستی لطفا نمی ده جواب بده خی تو که مستقیم نکدی خود شریک جرم نمی جنایات هستی در مقابل نمی جنایات سکوت کردی به ده ها هزار مسلمان مومن و بیگناه را شما کشتی نمی ده جواب شبتین خطاب صاحب جواب داده نتانست من سرگرد زدم دیگه ما احترام بر شما تقدیم میکنم از همین خاطر زنگ دادم که بیادر دلگی کده که ماجی گفتیم خدا یار تن از تلویزیون میشنم بله حاجی هستین برادر خوب حج کردین یکی از القاب چی میگه دینی همی حج هست و مولوی است و مولانا است و نمیدانم طالب و اینا یکی هم همی کسی که به حج مشرف میشه مردم از یک احترام و محبت تو را حاجی میگه خوشا به حال او کسی که راستی به مو حج و تعهد خود که در طواف میکنه وفادار بانه و آدم بهتر شوه و کار خوب است مثل یک نفر بگه که خودت یک شخص منظه و پاک هستی یعنی حاجی امو معنا را میته با امو مقررات باید رفتار کنه دیگه خب اصل یکی میگه که چرا حاجی است و چرا حاجی نیست حرفای مردم است یعنی انسان باید هر کسی یک حرفی زد و شب و روز او را بکاوه و جگرخونی کنه باز حیات ما کفایت نمیکنه برای همه همین جگرخونی ها و خدا شما باور کنین قدر زندگی هم باشته میشه به همین کارهای روزمره که آدم هیچ وقت نداره که بالای آنچه هیچ حاصلی نداره فکر کنه حرف است میزنه و میره اما کسی که بیشتر با آدم دشمنی میکنه آدم با محبت اما دشمنی رو بکشه از بین ببره میگه مرگ دشمنی دوستی است اما کار کنین پلی ها زایی چی شما اگر کدام حرف زشتی یا بدی برای شما نصار میکرد اما رو هم تحمل آدم کنه بله سلام علیکم سلام علیکم
علیکم خیتاسه. او پاچا صاحب گل سلام علیکم. څنګه یې جوړ تازه خیر او خیریت؟ مثال لري خیتاب صاحب ډیر اف غواړم چې وخت دی ونی نه 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 راځه په دې خاطر باندې غواړم یو څو خبرې وکم او ډیر وخت د غم نومه دا نوم غیر حاضرم د دینه معذرت غواړم او نو ستاسو ټول لیدونکو او ریدونکو او ستاسو د وزینه او ملي پروګرام ټول اوریدونکو او د تلویزیون ټول کارکونکو ته خپل د مینې ډک احترامات او سلامونه تقدیموم او خدای وکړي چې د خپل ټول نجیب فامیل سره ټول افغانان او اوریدونکو صحت وشي ان شاء الله. خطاب سه ګل پاچا او الفت فلسفي ټکو څخه دي چې وخت لکه سره زر دی. ما ستاسو اعلان پرون واورید سره د دې چې زه دا ستاسو لطف او تاسو کوشش کوئ چې د ټولو خبرې واوري او ښه شخصیت استي. زه د سلیمان لایق د مصاحبې سره موافق ځکه نوم چې دا د وخت ضایع کول دي او وخت اوس ډېر ارزښت لري او افغانستان په یو ډېر اساس او تاریخي مرحله کې دی او به خصوصا ستاسو د پروګرام وخت ډېر ارزښت لري او په داسې خلکو باندې دا ستاسو پروګرام هیڅ نه دی چې خراب شي. دی تاریخ ته سپارل شوي خلک دي. دا موضوع نوره تاریخ ته سپارل شوي ده او دی د تاریخ په سپو کې حسابېږي. به خصوصا سلیمان لایق هغه ورځې مې په یوځي کې ولوستل چې دا نجیب چې و دا ډاکټر نجیب چې د حبیبي د لیسې نه وتی دی د سلیمان لایق یې ضبطه جرضب کړی پارچه مې ضبطه او دا سلیمان لایق چې دی د یو لیلون غوندګیر یې هم پرېخوستی او ټول خلک دا زما او غږ م اوري تاسو افغانستان نه راوتي وي د تلویزیون رئیس مو وزیر مو او هغه پیګداره خولۍ به هم لیلون غوندې په دغه وخت به هم کوو چې دغه دی او د ده نوم هم سلیمان لایق نه دی. د ده نوم غلام مجدد دی ځکه د ده پلار چې و د حضرت صیبان و خلیفه و په دغه کې په بغلان کې او د جامع جمعیت ملا مو ده عالم سړی و البته ښه سړی و. نو د سلیمان لایق به بیا په محفلونو کې ویلې چې دغه دی چې زه چې ومه زه د حضرت صیبانو لاړې زما پلار په خلکو خرڅولې و زه د هغې د تعثر نه تللی یم پرچمې شوی یم کمونست شوی یم داسې درد لره پوه شو دی چې دې به ویلې وی زما پلار دا تومت یې کو دا کمونستان خو ډېر بدبخته خلکونه او دی زه نه پوهېږم د ده خور چې ده د حضرت صاحب ښځه ده د صبغت الله مجدي دی او د حضرت صاحب دوه زامن د ده خورۍ نه دي. زه نه پوهېږم چې د حضرت صاحب ولې داسې شوی دی چې هم یې جهاد اعلان کړی او هم د ده د کورنۍ نهه نوي خلک دا خو مطبوعاتو کې ادا کوي چې زما د کورنۍ نهه نوي حضرت صاحبان کمونستان وژلي چې رشته یې وژلي هم دي شهیدان کړي دي حضرت صاحبان. دا زمونږ حضرت صاحب چې دی دا انتقام هم نشي اخیستلی خپل او دا خورۍ هم داسې د دې خورۍ نه دي. نو سړی به څه وایي هغه یو متل دی په پارسي کې وایي پادرت خطا باشه او مادرت خطا نه. دا البته د هغې به مادر خطا یې ځکه نو چې دا خپل ماما نشي وژلی دا خو بیخي د مرګ مستحق سړی دی پوه شولې او دا باید اعدام شي. دا وګوره دا یهودان داسې نر خلک دي یو وخت د اتریش صدر اعظم چې یو وخت خورزابط و په دې فاشستانو په وخت کې او بیا ګوره هغه سړی د ملل متحد رئیس هم شو کولډوالزهیم او د اتریش رئیس جمهور هم شو مګر یهودانو نیویارک نه پرېخوسته چې ریشي او دلته خپل سپیچ ورکړي ځکه پس د دې نه چې د ډېرو کلونو نه راووته چې دا یو وخت د هیټلر سره خورزابط وکړم تانه کې مګر رازمن خلک دومره بدبخته دي ته وګوره دومره خلک وژني او دا یو سلیمان لایق څوک نشي ټول کولی. دا بیخي د مرګ مستحق دی او دې ته هېڅ د اعدام د امر دغه کولو دغه نشته. زه خطاب صاحب ټول خلک ما پېژني دلته زه د طالبانو سره موافق سړی نه یم او د طالبانو دعوت ما رد کړی دی. یو وخت په یو کور کې عبدالحکیم مجاهد زه او ډاکټر صاحب حبیبي ذکریا دواړه
د طالبانو تحریک ته دعوت کړلو، هغه په ډیرو معقولو دلایلو مشر ما حقوقو باندې پوهېده، دا دعوت یې رد که. زما وار چې راغی ما ته عبدالحکیم مجاهد مخ راواړو، وی پاچا صاحب ته تم دعوت یې، ما ورته ویل ولا وبخه صاحب زه خو طالب کېدی نه شم، ویلې ولې مال زه خو ړوند یم او زما ښځه کار کوي، ما له ډوډۍ راکوي او تاسو خو ښځه کار ته نه پرېږدئ، نو زه به څنګه طالب شم، زما ډوډۍ به څوک ورکوي. چې را ووتو ما ته حبیبي ذکریا وویل، ویل پاچا ما یک ساعت ګپ زدم توی تو زو تو هیره جواب دادي، ما لې چې تو څه یم ویل ابې تو باید جواب یې. مګر زه د یو شي سره موافق یم، خدای مې دې غاړه نه بندوي، او هغه دا چې د طالبانو د نرو کارونو نه چې ډېر درې نر کارې کړي وو، یو یې امنیت راوستی و، یو یې دا د پېښور دغه دا دوکانداران وتښتول، او یو یې دا نجیب غرغره کړې. خلک خو وایي چې نجیب ولې بې محکمې غرغره شوی دی، د نجیب او د کمونستانو د محکمې دپاره قطعا محکمه په کار نه ده. دوی چې څوک وژلي دي هغه یې چېرته محکمه کړي دي چې اوس دی محکمه کړي. تاسو پرون په یو پروګرام کې د نجیب عکس واچو چې په هغې کې ګوره ولاړ دی خبرې کوي، ډېر هم ښه توضیح او تشریح که خلکو ته، که ستاسو یو شي ته متوجه شوي، دا د طب ډاکټر دی او د جنرالۍ دریشي په غاړه وه، څنګه امکان لري؟ ګورې دی به ویلي چې دا ماما زیان تو رسو تو رسو، یا ورنیټ جنرالا شو دا نو داود خان او دی به خودر او دی پخپله ورنیټ جنرالان شوي. دا نجیب چېرته د جنرالۍ مستحق دی؟ کومه لیسې عسکري ویلي ده او چې دا به جنرال شوی دی؟ او تاسو د دې د ورور کتاب وګورئ، دا دومره بې ناموسه سړی دی چې 50 ښځو نه ډېرې ډېرې کړي دي په ټانګ کې. تاسو دا کتاب مطالعه کوئ، په لحاظ د خدای زه د ټولو افغانانو نه خواهش کوم، د کمونستانو البته دا نور واړه کوي، څوک بخي و بدې کړي و غولېدلي و، دا بېله خبره ده، مګر د کمونستانو مرکزي کمیټه که ټول احزاب چې دیم که ټول احزاب وطن فروشان شي د افغانستان، او ټول احزاب د افغانستان قاتلان شي، چې البته اکثر قاتلان دي، مګر زیاترین او په ډوړۍ کې ناست وطن فروشان د خلق او پرچم زبونه دي، او زیات قرین قتلونه دې دوه زبونو کړي دي. دا یو حقیقت دی، چېرته د دوی دپاره محکمه په کار ده؟ ولې د افغانستان ملت چې د جهاد اعلان وکړ او 10 کاله جهاد وکړ او 1.5 میلیونه انسانان مړه شول، نو بیا د دوی دپاره ګوندې کومه محکمه په کار ده؟ هغه ورځې مې ولوستل چې د نجیب ښځې فتانی ویلي دي چې نجیب کې خانه مې آمد باز به اطفال خود یو دوه لورګانې لري، قرآن شریف یاد مې داد. تا او خدای نو یو سړی چې دومره مشهور کمونیستي او کمونیزم کې مارکس وی په فلسفه مقدماتی مارکسیزم که مارکس وی ویلی هر کمونیست آقا وی هر ماتریالیست کمونیست نده، ولی هر کمونیست باید ماتریالیست وشی. کمونیزم خو یو اقتصادی طرحه ده چې په الغای ملکیت ولاړه ده، مګر فلسفي طرحه، فلسفي اساس ماتریالیزم یعنی بی خدایی ده. دی بدون د شک د اعدام وړ خلک دي، نور د وخت نه نیسم، په خدای دې سپارم او خدای دې آباد لره، د ډېر عمر خامن شي، خدای دې زموږ د سره مه کموه، خدمتګار سړی او مور دې کینی او تا غوندې زوی دې راوړي، په خدای دې سپارم، ژوندی دې وي افغانستان او مړه دې وي د افغانستان دښمنان. خیر ویشی دا حسن پاچا و حسن پاچا خو تاسو پیژنئ، کله نا کله راځي ډېر ښه غږېږي، که سترګې لږ سره دید کم سوی ده، مګر زړه یې ډېر بینا ده، عقل یې ډېر بینا ده، فکر یې ډېر بینا ده، بیان یې ډېر بینا ده، ډېر بینا سړی ده، ډېر څورته یې روښانه سړی ده، روښانه په دې معنا چې خبرې هغه تاسې واورېدې څومره ښایسته دی وغږېد. ای کاش موږ دغسې یو قضاوت وکړو، بیا نو کیف کوي. رښتیا واقعیت دی، امر همدا ده چې دا کمونستانو ته، همدغه چاپیانو ته چې اوس په تیارو کې ځان ساتي، لکه هغه شاپ پراک ورته وایي، دا شاپ پراک چې وایي تیاره سي وایي راوځي، اوس هم په دوی باندې تیاره سوې ده. د روسانو بلاک هم د شوروي هم له منځه لاړو، بل هم دوی نه هغه کله کله به وایي د رمې سپای به چې زوړ شو، وایي هغه به بیا د چوپانانو راوستو، د ښار کې به یې خوشي لاړل، به ترې وبتښتېدل، بیا به نو راته د قصابانو د دوکان لاندې به وایي پراته وو، زاړه سوي به مو وایي، بیا به یې خوله جګه کړې او غاو غاو به یې وکړو، ډېر په زورو په مشکلاتو، بیا به ولوي د حیوانانو به هم په تیږو ویستلو، دا نور هم
قصاب بخوا ورته بدیده لک زره چلک ملک به ورواچو چې ژوندۍ پاتې شي. د کمونستان هم ورو ورو همدا زړیږي، د خوا خوا د هر چا د دوکان لاندې به پرات وي. ډېر بدبخت خلک خو رښتیا هم و. ماته د ځینو دوستانو چې زه نه وم د کمونستان د انقلاب په وخت کې، د داستانونه چې وایي په حد دوی ظلمونه کړي دي، دومره انسانان دي. سړی به دا کور به ورننوتل، یو سړی به ناست و، چای به یې خوړل فامیل سره، هغه به یې واخیستې بیرون کار یې داره و، بیا به یې بوت وسه. بیچاره به یې همداسې د خاورو لاندې ژوندی هغه کړي. همدغه ډاکتر نجیب وایي دا د ښځو دا په سینو به همداسې په د غټو پښو وایي ته، او هماغه بدن یې هم وایي ډېر غویا یې غوندې یو سړی ووایي، ډېر خلک وایي کولمې یې له خولې راووتلې. فرض کړه همدغه سلیمان لایق د قومندې لاندې، د خبرو لاندې، د شعار لاندې، دا خو د کمیټې مرکزي غړي وو، هغه مهم افراد و اشخاص دي. هغه بدبختي چې دوی راوستې ده، که نه یې مني نه راځي مصاحبې ته، موږ هم پرې غږېږو. له ځانه دفاع نه شي کولی، څه ورته وایي؟ هماغه خاموشي علامې رضایت است. بلې، السلام علیکم. بله، السلام علیکم. څنګه ترخي صاحب جوړې؟ په خیر، خیر و خیر. د سلیمان لایق نه حاضرې ده، دا ستاسو د برنامې په علمي قدر اضافه کوي چې د یو وزیر په سویه مصاحبې ته نسوای حاضرې ده. د خدای په امان. ولا نو قدر یې نه پېږمه چې په سلیمان لایق زیاتېږي، نو خدای دې هېڅ نه زیاتوي. مونتا دا چې دلته یوه مجرا ده، دلته واقعیتونه ویل کېږي، چا سره سازش نسم کولی، د افغانستان په خلکو معامله نسم کولی، مستقیم سره غږېږم. سوالونه کومه د خلکو؟ داسې یو سوال زه نه کوم چې هغوی چې دروغ ووایم یا وې زورم یا کنځلې ورته وکړم. نو په یو عادي چوکات کې چې سوال یې ځواب یې پښتنه یې دوی ورته ځواب وایي، نو له هغه نه که دا سړی ډارېږي، نو دا یو همدا سما د اثر شغالان دي ګرځي دي د خو. بله، السلام علیکم. بله، سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید. اوستن خیره تاسې. ام برادر کې پښتر غاب زد، یعنی چشم شهادت کا شهادت غا پای خوب زد. اسی مو مثلا دی وره یک چند نفر می داشتیم. آسان پاچا. بله، سید آسان پاچا. کاش که مثلا دی وره ما یک چند نفر می داشتیم. اما تر رأس قدرت در افغانستان می بود. راستی که این سلیمان نالایق، این دکتر نجیب یا کلشان بدون محکمه، بدون ایچ، چرا که یا به میلیون نفره یا بدون محکمه، بدون چی به شهادت رساندن. خدا از یا چی محکمه می خنن؟ اصلا محکمه سرایی بر از یا. و حالا محکمه سرایی چی خوبی داره نمیاله؟ اون دالمان نشسته صاحب دیم محفل هم شاید بره. ای طرف تا چی کنیم که دالمان شد؟ بله، امیر عرض مهمی هست. هر منلکت هر جای قانون ها خدا داره. نه، قانون منظور ما او علایده است که یک نفر نه اول خواهمی کشتار و زدن و کندن خوب نیست، مگر ای که متارکه کنه با امی افراد امور هم نمی کنن. در امی محافل که میرن بالا سر می نیشن. شرم آمده نتانست که پشت تلویزیون. آه، مگر اگر غیرت می داشت، حقش می بود، اگر می خواست که نشان بده که عقب با اینا بودن، میامد نه با پشت تلویزیون بفرمی. حتی پسر از او یک بروتی هست، در اینجا اکس شما دیدیم در می امو هم امو او دان پدر خورده سه دروغ برای پدر خود درست کرد، یعنی یکی دیگر سپورت کردن در می بیغیرتی و که با مصاحبه اول باید در امو شهامت می داشتن، در امو آغاز می گفت که ما بیادر برای ملت بیچاره افغانستان روی روی نداره. روی نداره. ما امیر میگم روی نداریم، ما نمیم هیچ ضرورت نبوده. ما امروز این برنامه ما را گد بود ساخته می بدبخت. بله، سلام علیکم. بله، سلام علیکم. بله، بله، بفرمایید. سلام آقای خطاب صاحب. وعلیکم. شما خوب هستید؟ خطاب صاحب گذشته گذشته. نه گذشته، کجا گذشته؟ از حال از مجاید 1992 چی کلم مجاید اینا؟ آقا از آن صحبت کنیم، گذشته گذشته. آقا بی بی یک دقیقه با امروز کمولستان صد شرف داره سر مجاید اینای فعلا که جوان های ما شهید میشن. گپ گوش شما پشت مجاید چی میگم؟ یک دفعه وایلد میشه که زن شیشک واره دیگه. خوب باز درست نیست، ولی ما کی درست است و درست نیست سر از او ما حرف نداشتیم. ما برای امی که امی آدم میامد مصاحبه میکن، اگر خودت گوش رو
چشم نداریم تو رو چی بگویم، قربان چیم خوارک گلیم. اول خدا اصلاح بساز پشتی، نه مجاهد بگرد و نه عقب کمونیست بگرد، سبقه کلام خودت. این نیم ساعت است، یک ساعت سرمی گپ میزدیم که مصاحبه میکرد، صحبت میکرد، یک دوری بدبختی های افغانستان بود، این مردم عاملین سیاست، و چی کردن و یا چی کردن، و که چی کردن خسر از من باز حرف میزنیم، هر وقت انتقادای ما رو شنیدین. یک مصاحبه بود، دو هفته است که سر به سر بالای امیت یک آدم وطن فروش وقتی ما ظاهر شد. مجاهدین چی کردن؟ مجاهدین خب هر بدی که کرده ما از وام اگر حاضر شدن سوالات خود خواد داشتیم، رالی که یه آدم می آمد صحبت می کرد، جایی که بگوین که ای کاش می آمد صحبت می کرد، حاجت خودت هم نبود که اینجا می آمدی از پاچه هر کس قایم می گیری. می گذاشتی که امو آدم می آمد خودش سوالات مردم رو جواب می بود، حاجت خودت چی بود؟ و اگر آدم خود دانشمند و شاعر و دیگه و دیگه هم می گه اگر آدم بی خبر خونه بود. همه قدر پرچمی ها رو همین آقای نصیر جان روفی میگه مادم پول خمری بودم سر اینا، میگه پدر ازی یک آسیا داشت، میگه همین آدم در امو پول خمری هم پرچم بیرق پرچم هم میگه همین بلند کرد، امو افراد و اشخاص جوان ها رو میگه همه همین دعوت میکرد. بعضی ها همین در افغانستان خواهم دعوت به حس بود، بیشتر مردم افکاری از اونا رو همین مردم رو کدر میساخت و سب جذب میکرد، یعنی کفر تیت میکرد و وطن فروشی را می آدم یه قدر گناه کی کرده هیچ کسی نکرد. این جوان های نلغا و اینا را مخشویی میکرد و سب کلای لینن و ریش لینن سب کلی ازی لینن واری هست، مجسمه لینن راستی هم که ببینین کلی سلیمان لایق کنده دم دمجا گذاشت. و آدم خب بیای خودش صحبت میکرد، حاجت خودت چی بود که میایی؟ جایی که به او را تشویق میکردی که بیای گپ بزن. بله سلام علیکم. بله خطاب سید، سلام علیکم. چنگه او رو را اقیه کمونیستی تو باید سید سرای دی او تختا و زمانگه او کمونیست دی او تختا و زتا سرا نن لگدت دیر سپینی خبری لاتی چه تاسو ریکارد تایم کرای دی جناب خطاب سید مادران او رو را چه تاسرا نیسته پا وطن پرستهی که پا صداقت که اتا ما دا خبره پا وجدان پا شرف او پا صداقت سرو کولا چه که چیر تا خلق واری او چوک واری چه مسلمان شید خطاب غندی دیشید تا جار نا اقا موهیم تا وست یو چه چطه لره مذرد واره مغوان بباسه گوره نن دست فکر کواه چه یو بز کمونست سره مثلا اغه سر از زن نبرابر اوم اغه از پیجنم بیا زده پا اکلا زده خبری که اومه چه ده داره اومه چو گوه داد داقه داقه داد داد رهبران ده قسمه خو اساسی داده جناب خطاب صاحب محترم چه زعید نو ایمه دستاد صلاحیتو ده استفاده پا ارتباط دو ایمه چه دستا اغه او خبر ده کرده و چه ما سر تکمه ده هر سوک چه ده ستوده پا پروگرام که خبری او کهی زید ستا کام ده خبر درست ده ولی منطق بده سی نوائی مثلا زوائی ما چه زه حضریم ده سیرت صحیب سره زه حضریم ده علماء و سره زه حضریم ده صلاف و خلاف و سره ده بحث ده صاف برنامه که شروع که ما چه زم دیر یو کونه کار ملایم ده مغلا و سلام علیک نزیاد او ده سره خبره کو چه دین شیده ای چو اخ راغی محمد صلی اللہ علیه و سلم چو بود تنگه ده دور و فادیارو پا مقابل که مقابله و کوله ولی ده خوب خوب دریده بیا د دوی په منځ کې څونه ښه خلک و څونه بد خلک و بیا دلته دوه فلسفې دي یوه د متنلزم ده یوه د ایدیالزم ده په متنلزم کې مارک څوک و دا رقم سړی و لیلین څوک و دا خلقیانو پرچمیانو دا کار چې وکاو څنګه یې وکاو آیا دې خلکو شایسته د دې و آیا دا توان یې درلوده آیا دا دانش دا خرد یې درلوده آیا د خلکو مضمون د خلکو نظم دوی ته معلوم و خو دا سواریان و و د خدای دپاره خو ما دا خبره په کلو کلو کې کړې ده چې ترکی صاحب نو څه بېچاره چې د یو چپنې سره رایی شي او وایي چې وروره دین څنګه دی او یا هغه بل امین راضي وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم بیا دا خو ټول ارامیان دي زما غوندې خو نه دي چې او کوي او ثابت یې کړي چې دا حق لار نه ده خو داسې خبرې زه کوم چې بعضې یو حاصل شي دا خبره ولې سړیتوب مهم دی. او سړیتوب
به زری تو به حفل خبری کام جناب خطاب سه به خلقی و پرچمی و اخوانه و شوله و پلی پرنه نوائه ما زوائه ما چه دا خلق چه تاسو همیشه وائه لکه پاقبله برنامه کشتا ویله چه رو را خبر خودی که دی آفرین دی بدیان و تیر شده دیگه خبرون خواهیم یه اوزه ده قرآن خبری زندگه مشکل ده همه وائه را گوارم چه جهان ته اصابت کم حلیکم دا خبره پده نکیگی چه هورا 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 الله اکبر الله اکبر الله اکبر پده والله کوشی روشنگری مهمه ده علمن زه حاضریم چه او ما چه زه نه خلقه وم نه پرچمه وم نه اخوانه وم یمه دا هون دو تولو غوبه بسکلی کاسی مرداره که اون باسوره می غوبه سکلی دی شرافت مندنه لایق ده او ای چه زه ها سره ایم چه په یو پنځوسم کال کښې ډېر وخته وو د دستګیر پنجشیري په کور کښې په خیرخانه کښې دوی مرکزي کمیټې غړي وو ټول زه ورغلم ده ما ته ویلې چې قاري صاحب دا ته ږیره پرېږده زه خو اوس نه شم ریواز را تلی بیا مې بل ځای په شون اسلامي کښې د مولوي احمد جوان په کور کښې چې دوی خپل وولېده په مکرانو کښې ورسره م خبرې وکولې ما ویلې دا ته څوک یې خولې خودې د لرن غوندې ده او پیک هم داسې دی خبره دې خو ډېرې کلکې کلکې دي لایق صاحب زما خبرې اورې زه مولوي محمد امان کمیان سابقه داره کمونست یم کیوان صاحب دلته دې اعلانو وخته پنځه دقیقې دې خبرې کړې نه دغه خبره ده دغه خبره ده چې بیا ته تښتې بزرت غوایم ته نورو ته وایې بیا دلته ما سره برایت برنامه جوړه کړې چې ستار مو ورته ووایه ورته ووایه خو تا سره دې جوړه کړې مقصد تا سره دې خبرې وکړي تاسې کمونستان یو د بل په نبض پوهېږئ موږ خلک چې وروره کوچیان یو زه اصل په قوم مامزه یم مامزیان کوچیان د غره خلک یو موږ نه م کور درلود نه م ځای درلود بیا ورو ورو دا ځینې دیشي نه سو هغه کښې یو د ما پلار و نیکه دا به و مامزیان بیچارهګان محرومه وو له هر حق ورو ورو اوس پاچایان سو صاحب یو یې سر وخوړو دا بل یې م صاحب سوټي ورته اخیستې دي هر یو ډبوي داسې نه والا په داسې کمونیستي صحیح پیږو دا مزیان نه په اخوانیت کښې دومره مزه شته کوچی سړی راسن خدای سره په غره کښې دښته کښې میږو سره خدای سره خبرې کړي داسې په چوکاټ کښې سې واچوي ه کوچی هېڅ مزه یې نشته نو ما هم چوکاټ کښې نه یم هم دغه کوچیانو غوندې غږېږم شاید دا سړی به تښتېدلی د هغه لپاره په هر حال دوستان عزیز برمیګردیم بخش اعلانات ما و انشاءالله خدمت شما خواهیم بود بیاین صحبت بدارین امروز برنامه ما با یک منظور دیگه خواستم برای طور معمول بالای اخبار روز صحبت بداریم بعضی مواد داشتم او را میخواستم مطرح بسازم آقای سلیمان لایق دو پروگرام ما را خراب خراب کردیر خدا خراب بسازم لطفا با ما باشین برمیگرد شریف کتاب آسمانی مسلمانان همینک به زبان فارسی و بر روی سی دی متصدی بناطاق فارسی عمر خطاب ترجمه قرآن کریم به زبان فارسی از صباح الدین کشککی تلاوت قرآن توسط قاری برجسته جهان شیخ محمد صدیق المنشاوی ترجمه کامل 30 پاره قرآن شریف به زبان فارسی بر روی سی دی برای شنیدن در منزل، محل کار و حتی اتومبیل. تلاوت عربی به همراه ترجمه فارسی بر روی سی دی. برای سفارش با شماره 818-884-7018 تماس بگیرید. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم تا کسانی را که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند پاداش دهد اینهایند که برایشان آمرزش و روزی گرامی است والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم
شوپان کباب رستوران جدید افغانی در شهر هامبورگ، اشتایندم شمار 32، با غذاهای علال خوشمزه افغانی، همه روزه بوفه تازه و فرمایشات ویژه شما شامل انواع کباب ها، کرایی، چاینکی، دوپیازه و لونگ مهماندار شماست. چوپان کباب همه روزه از ساعت 11 روز تا ساعت 11 شب با سالون زیبا آماده تجدید از محافل شما و فرمایشات خارج از رستوران شماست. آدرس شتایندم شماره 32، شهر هامبورگ، جرمنی. زیری کندهار حبیب تورچی نوی پا اورین پساج که پا دند شروع کرده. یو افغانی مارکیت دی چی تر یو چتر لاندی دا افغانی وچی میوی چی عبارت دی لکندهاریش چندخانی کشمش او انزورو دا بدخشان زیره دا غزنی او هرات کشمش پکتیایی جلغوزه او نور دول دول دا شکی پیت دا لدون که افغانی وچی میوی او اندی مساله جا توب چی استاسو دا لسرسی لپاره چمتو دی. همدارنگ دا حبیب نوروزی او هرزو حبیب پنامه دیر خوندوری او دا شخوند او زایکی ور ویجی دلت پا امده او پرچون دول لکندهار حبیب طور چخه دا میرمن فرخوندی حبیب مدیریت ترلاسه کولیسی. بحار پولا چیا قربان کرم داخل کلی با پتا سگران کرم. هرمیشتو افغانانو تا زیره افغان بوکس 15 د تلویزیونی رسنیو په ډګر کې د مدرنه ټکنالوژي یو به ساره ګام د افغان آی پی ټی وی اداره ویاړي چې خپل نوې افغان بوکس 15 د داسې تخنیکی ځانګړتیاو او وړتیاو په لرلو سره بازار ته وړاندې کوي چې تر اوسه په نړیوال مارکیټ کې ساره نه لري. د افغان بوکس 15 په وسیله کولای شئ نه یوازې چې افغاني او نړیوال تلویزیونی چینلونه پرته له ستلایت څخه په ژوندۍ بڼه په ډېر لوړ کیفیت سره ننداره کړئ، بلکې تیر شوي پروګرامونه هم تر 2 ساعتونو پورې وروسته وګورئ. د دې تر څنګ افغان بوکس 15 د نورو ډېرو داسې وړتیاو او ځانګړتیاو لرونکی دی چې تر اوسه ساری نه لري. تاسو کولای شئ افغان بوکس 15 د یو کال ګرانټۍ په لرلو سره د افغان آی پی ټی وی مرکز د نمایندګیو او همدارنګه د آنلاین شاپ څخه په ډېرې اسانۍ سره راسن او یا د پوسټ د لارې ترلاسه کړئ. ګران دوستانو سلامونه او احترامونه، بیا هم ستاسو په خدمت کې یو. دوستان عزیز، عرضی سلام از خدمت ما. البته پروګرام امروز بیشتر بالای آقای سلیمان لایق وایي که تشریف نیاوردن، اما ما احساساتی شدیم، آزرده شدیم از امی آقا، خصوصا مستقیم از امی کرکتر. یعنی همه ما قهر و غضب داریم بالای گروپ و امو احزاب پرچمی و خلقی ها و مشهود است. افغانستان راستی دم دور سخت افگار کردن، نوکرای شوروی وقت و در رکاب از اونا به لینین سوگند یاد می کردن. قوای سرخ شوروی با سایوار اینا را حمایت می کرد، یک اشغال بود در اونجا.
اینا هورا میگفتن به دین و مقدسات افغانستان توهین کردن، مردم شهید ساختن و بالاخره بعد از ویرانی های فراوان و کشتار فراوان بگویم در افغانستان و تعداد کثیر در افغانستان سر سپردن برای اعلای کلمت الله و آزادی و استقلال افغانستان و بالاخره اونا بادارایشان فرار کردن و اینا همینجا اونجا گم بودن و در یک تجرید قرار داشتن. بالاخره صفحت دور خورد، یقینا امی کسانی که جهاد میگفتن و در پاکستان تربیه شدن و افغانستان فرستاده شدن در میان خود درگیر شدن بالای قدرت و ارگ و چوکی و اینا جنگ صورت گرفت و امو هرس و آز انسان و ای که خود پیغمبر اسلام در امی جنگ احد در امونجا دندان مبارکشان شهید میشه و کوه احد هر بار از اونجا رد میشد میگفتی به خاطر بد برای ما داره و در امونجا پیغمبر اسلام بعضی ها رو گماشتن که از امی قلب دور نشوین که از عقب شاید حمله صورت بگیره با او که میدانیم کفار یا طرف مغلوب ساختیم. وقتی دیدن که مال و منال دنیا سو ولجه گرفته میشه این و آن دیگه مصروف هستن، امو قرارگاه های خود ایلا دادن و اینا هم دویدن که اگر پیغمبر هم گفته باشه مال موفق شدیم و بالاخره امو جنگ یا جهاد یا محاربه با سود کفار انجامید و بیگفتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و خداوند در حقیقت کردن و مال و منال جهان و دنیایی پرداختن. این قضیه سب در امی افغانستان بالای احراز قدرت و کرسی و اینا جنگ در گرفت و همو کسانی که یک وقت مجاهدین یاد می شدن و ما افتخار می کردیم اما افتخارات به زمین زدن، یقینا تعنی روی ما گردیده. مگر وقت امر امی است که هر دور و هر زمان و هر رژیم و سیستم و اینا از خود پاسخگو باید داشته باشه، برای اعمال خود باید جواب بتن و ما همینجا کدام قاضی خانه گفته بعضی کابلی های ما یا یک دادگاه نیستیم، صرف یک پروگرام است برای روشنگری، یک صحبت است. وقتی برای یک صحبت و یک گفت و شنود یک نفر حاضر نمیشه، شما ببینین او هم یک شخصی که بسیار امو زبانی پرچم و خلق شمرده میشن، قلم میورداشت، کاغذ یا میکد و شعر و که نمیدانم مضمون و که خطابه و حتی اکت لینه نمیکد. پسر یک ملا هم بود، میگه ایره فرزندی به این فامیل مجددی ها در طفولیت پدر از اونا سپرده بود، در زیر سایه از اونا بزرگ شد و بالاخره امو حرام نمکی کرد، بر از اونا هم جفا کرد و سایب اسمی از اونا غلام مجدد بوده در اول در آغاز، بعدن بازم اسم خودم تغییر داده و سلیمان لایق. این دروغگویی و فساد و وطن فروشی شاید بیشتر لایق باشه، مگر وقتی روشنی حقیقت بالاش میفته باز بیشتر کودن آدم بود. من فکر میکنم همین اسم لایق هم باید برداره، اما تو که غلام مجدد از خود دور ساخته، ولی موش خورما یا موش بالای خود سلیمانی موش باید نام خدا بانه دیگه. ما امیره برش سفارش میکنم، لایق سب جدید لایق هم نه اقا ارزش دیچه خلکو تا درلو در اقا دیم پمزه که او وی دریت هم گوز رای رو نوتی خدای دیگه غرک. بله سلام علیکم سب. پتا صاحب سلام علیکم. چنگه قاضی سب دار سب سلام دیتا کم کلی مو سا سا یعنی تا تقدیر سا سیگناس نه بابا سی تقدیر دا ورته ته ماده مشلاق شروع مخامخ یې دا ارجن چې سامه مې دار دې کلو هغه دې او دې ویل ک ما پر پالیسی نه سټ کای هیڅ کړه دا سره کته کې ماده مشکلات هم لري ګوره انا دا خلک په سګرزه چې شو کور کې چې مشکلان په لاس راولې ساعد دا دې زنده باد دا په یان افغان شمله دې جګ کړ خطاب صاحب. نه نه تا قربان سم خو دا شی او جنجال پیک سوت نه پیغام دلته ولې دای بیمونی او مرګ ورنږدې ژوند ور لنډ کړي بل درې واره خو ما اعلان وکړي مدعي سوس کواچوس هر ته مې پرونه د کاري صاحب سبا ته پروګرام کې وویل هغه هم دستیزې ځینې جوړ کړي تا
امیری صاحب پروگرام کې ول مالتم کمونستانو سره شه سوال جواب لري دغه دی په دغه ورځ راځي تاسو د خطاب صاحب برنامه کې به ور خدای دی وو تورې دی بالا هیڅ ځوان نه واجب پته کې دغه د جنازکار خاینان غښه کته نو ته نه دغه خاین خایف اثر ته چیرې چشمنه ته خدای دی پیا چې څنګه ترغله دا ستا کوله نه جسته چا په دالن دن کې نه دی بلې اشنه شرکه را مخته سي تاسو بګلان خاینان غدارانو یوازنده دنیا باندې د خطا صاحب غار کې شولې دي نو کله دغه نه کوم دغه دی دی اریانه سره کې سبا حساب یو کې دغه کته سو ماجی کو کومک ا دې تقریبا متذری و سنو لا کې خپل کو زما خو ور کې یو کوم نه جوړ کړي نو مختور شي اخر با و هغه کوم نه شي له شیرونه وای دا که سکونه دی بعد دا دی کډیا صاحب سره وای او دا بل سي پچا صاحب زنده باد دونی شرمون زنده کو دونی په خوند رنګ خبرې کوي خدای دې د ډیر معقوله سړی د سید حسن پاشا مردا دی اورو چې د کور دی ودان ولا پروګرامونو درې دوه پروګرامو درلود کړل هغه د ماتاله سره توزه چې دا کسب چې دا کار خاين غدا له چې شوي استا اترام هم ګرد پر دا کړو مې مانو ازي بم پر دا کړو وای لیکن بیا هم بیا در ساسر څنګه اصلن قاضي صاحب دا تا ډار کړای دا وای دا قاضي کوي روان نه و دې موږ پرتوک باسي بیا څنګه البته ما نه درار کړی و دا قاضی رانن نوش ځان کانې دا نه کړی کوم دې څوک کوچ پرځدم نورم در مارګ نه پسه پرځدم او او یا وخت ډیر جالب او ډیر مننه قاضی صاحب محترم ډیر مننه تاسو کور ودان تا قربان شم یو وخت با آقای روان فرهادی ما در وختي کې نشرات رادیوي داشتیم مصاحبه کردیم مصاحبه تقریبا 2 ساعت مصاحبه او خوب ګرم او سوال او جواب او نام د ملل متحد نماینده آقای ربانی بودن باز در آخر وقت مصاحبه تمام شد و صاحب برنامه در به صورت شخصی گفتی لای شکر گفتم فرهادی صاحب چرا بیشتر شکر کشیدین در این مصاحبه تمام شد گفت چطور شکر نکشم هاشمیان در لاین نامد از هاشمیان بیشتر حراس داشت از سید خلیل الله هاشمیان حالا ما فکر میکنیم سلیمان لایق یعنی قاضی صاحب ترسانده ما چی ترس داریم به امرای ما شاید رخ میزد مگر بعض دوستای ما که دمی لنگ گد میشه نه پیره میشناسه نه میره صاحب شاید دو تو گپ شده باشه بله سلام علیکم صاحب بله الو سفر گوش کن فسانه ای من هو 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 بله که من از شهر قصه میایم خب هر کجا هم دمی به دل بینم نر نرمت به قصه میایم خدا کنه خدا گرچی زین قصه دود غم خیزد لیکن هیم سفر تو گوشش کن گرچی این باده تلخیی دارد تو تو دستم بگیر و نوشش کن هم سفر گوش داد و من گفتم قصه هایی به کس نگفته ای قیش لب کشودم که برکشم بیرون قصه هایی به دل نهفته ای قیش گفته به شهر من حجب شهریست هر طرف حیرت است و اجاب است امسفری می کند به دریاها جویبارش اگرچی بیغاب است من در آن شهر زندگانی را بارها در کفن نهان دیدم من ز چشمان نوروز جوان بارها جوی خون روان دیدم الله. برادر محترم سلام احترام و علیکم سلام سبا جان عزیز ما چی زیبا فرمودین حرفای چی حال دارین سرطان خوب است من سلام خود البته به تمام امتنان خود تقدیم میکنم و علیکم سلام شما همیشه ما پروگرام شما فقط صحبت های البته از کل خوب صحبت میکنم اما بعض کسا اقتا ها به دل دارن من نمیفهم اقتا و مثلا استرس خوده با پروگرام خوب شما از جان خواهش میکنم که اخلال نکنن پروگرام شما را و باز همشیرهایی که البته به سیاست یا فرزند به بعض گپا نمیفهمه شما را آزرده میکنن با گپه های نامفهوم خود هیچ از اونام خواهش میکنم که داخل نشن اخلال نکنن من زیادتر صحبت های مفید و صحبت های عالی شما را میشنام که بسیار تبصرهای خوب میکنید خسته کن نمیباشد تبصرهای شما در بین یکان فکایی هایی که مربوط پروگرامتان میباشه میگین بسیار عالی پیش میبرین دیگه برادر محترم از وطن هر قدر بگوییم البته به کی بگوییم میگه از ماست که بر ماست بله. شما فکر کنین که ما میگیم که همسایه ها دشمن های ما استفادن اما نه میگه از ماست که بر ماست در وقت روسا باور
بگرم برد باور میکنین کیر من هیچ غلط نمیگم دخترها یا زنای مقبول وقت چه قسم در موتر میشونه به روسا میبردن پس برادر محترم از کجاست که شروع شده که ما میگم هست ماست که با ماست تا که ما خود اصلاح نکنیم درست. تا خوب یک ذره فکر کنیم که ما کی هستیم چی هستیم وطن خود میتونیم خود ما خود ما خود خود بسازیم برسی که افغان ها بسیار باشامت هستن افغان ها نام نیک تیر کردن اما باز وطن فروش هستن که نام مردم باشامت افغان هستن مردم افغان دلیر افغانستان هستن نامشن زدن و یقینن یقینن اما نه افغانستان هیچ وقت نمیگه تا یک نفر افغان هست زنده افغانستان بله دیگه وقت شما رو نمیگیرم شر زیاد تشکر وقت دادین لطف کردیم شر زیاد تشکر صبا جان عزیز خواره که میروان همه طور است او روز یکی از دوستا صحبت میکردن فراموش شد اسمی نمیدانم خب اصلا خود محتوای صحبت همی بود که یک نفر اونا گفتن معروف هم بود میگه او را دیدم در وقت جوش بردن و کشتار و اینا میگه برای ما گفت که میفهمی ما یک قیم روز خوش هستم گفتم چرا خوش هستی یکقدر لذت میبری ما گفتم کدام چیزی البته نیک برایشان اتفاق افتاده میگه امروز در خانه ما یک دو تا آتشی روسا میاد در خانه ما میتینگ دارن اینقدر میگه یادم خوش بود که روسی در خانه از اینا در وقتی که بردن و هزارها آدم کابل زیر خاک شد و بربادی بود و زندان بود در اونجا یادم میگه لذت میبرد که چند تا روس در منزله از آمد بله سلام علیکم سر الو بفرمایید سر بله سلام علیکم سر خطاب سر محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم سلام مسعودی سر خوش آمدین خیر و خیریت امیدوار هستم سعادتمند باشین خطاب سر محترم شما امروز موضع بسیار خوبی را آجنده قرار داده بودین اما متاسفانه بسیار خطاب سر محترم اما قدرت و عظمت اسلامی و جهادی شما این کمونیستا را به لرزه در آورده و اینا فرار میکنن یک چیز طبیعی است به خاطر از این که اینا امکان خود در گذشته دارن ببینید خطاب سر محترم شما در شروع پروگرام از یک پرچمی سوال میکنین که راجع به یک پرچمی دیگه چون سلیمان لایق نظر بده اینا جنایتکار هستن که در تمام جنایات و ایرانی کشور همدست میدن ولی که شاعر باشن یا شعر بگن خطاب صاحب محترم ما با تایید صحبت های محترم قیام صاحب در باره مرحوم موسی شفیق که یک شخصیت ملی و برازنده کشور بود و همی جلاده کمونیست نامردانه ای را به شهادت رساند اگر به اجازه شما باشه یک از صحبت های رادیویی مرحوم موسی شفیق ها که البته در او زمان تلویزیون در افغانستان به فعالیت نبود یعنی موجود نبود و در مورد قرارداد مائده آبی ارمن بود که در 22 یوت 1355 در آخرین سالای ظاهرشاه بین موسی شفیق و امیر عباس وحیدا صدراعظم ایران در کابل امضا شده بود این مرحوم موسی شفیق در پیام رادیویی خود این تو گفته بود خطاب سر محترم که آب مایه زندگی است لذا نمیتوان از آن گذشت ولو که این گذشتن زندگی دیگران را مایه ببخشد ارمن فرزند آسمان این سرزمین است او در کوهساران افغانستان به دنیا می آید و در خاک آن چشم از جهان می پوشد این صحبت موسی شفیق بود که را به ایران گفته بود که یعنی زندگی شما از آب افغانستان است ولو که به زندگی شما تمام شد ما یا به مفت بر شما ایران هم میکنیم ولی همی کمونستا همی جلادان نامردانه همی فرزند صدیق افغانستان همی نالایقای کمونست با شهادت رسیدن و دیگه ای که سبا جان توخی بسیار شعر خوب گفتن و صحبت های بسیار خوب کردن سلام های خدا خدمتشان تقدیم میکنم از اینکه برای ما وقت دادن خطاب سه محترم تشکر یک جان تشکر متاسفانه بگویم یا خوشبختانه بگویم که انسان نالایق حاضر نشد ما سوالای را مستقیم به او راجع مستقیم اما حالی نیست در غیابش دیگه
بله بله لازم نیست. جواب نمیگیریم. بله بله. وقت بدین یک جان تشکر. بله بله. حافظ ناصرتان هست. او اگه حاضر نشد ما خب فضل خدا برنامه جریان داره. چی میگه یک رسانه جهانی دارین، یک حربت دارین تا که هستمون چی میگه قلب در بطن ما میتپا و همیشه شوق و علاقه به خدمت به مردم افغانستان در ما زنده است که انشاءالله خاط بود دیگه واقعیت ها رو بیان میداریم. این رو ما به عرض کنم مثل که او خانم قبلا مهربانی کردن تلفن زدن و بشار به تونتراق که بعد از 92 چی گپ شد و شما اونا رو قایم گرفتین. ما تو نیست که یک طرف هستیم با پرچمی ها، صرف با اونا دشمنی داریم. ما دوستی با ملت مردم افغانستان داریم، دوستی با حق و عدالت داریم. هر کسی که تخلف میکنه او باز از خط سرخ، هر کسی که تیر شد پرچمی بود، خلقی بود، هر کسی بود بد بد است. برای ما اما قدر که مجدیدی صاحب و یا می سیاف و دیگر و دیگر میکوبم در کلکلیشان میزنم، در می پروگرام ها شما میبینین بالایشان تبصره صورت میگیره، اونا را میکوبم، انتقاد میکنم. امروز به کلی فرق میکردی. دو روز است مسلسل یک شخص مهم سیاست افغانستان زمین درون متن ارگان پرچمی های آدم از اون نطفه بالا آمده، مردم را جذب کرده، شعر گفته، نثر نوشته، خطبه داده و نطاقی کرده و این و آن. و همین تو یک آدم وقتی تنقید میشه و ای که با یک پروگرام احترام نمیگذاره به برنامه مگه نامد، خب ما دیگه مواد هم دارم اینجا یوتیوب پر است از مواد، آدم میتونه یک برنامه را بسیار به همو خوبی از او به پیش ببره، خصوصا دوستای شما آره خدا نگیره سه بینندای محترم ما برنامه را توهی نمیگذاره، انشالله افکار و بیانات شما ارزشمند است. مگر آمدیم بالایی که دو پروگرام مسلسل ما را سه آدم به احترامی کرد، در حقیقت برای ما به احترامی نکده، برای شما مردم ملت افغانستان که رسانه بلندگوی مردم افغانستان است. یادم همونطوری که در او وقت به مردم به احترامی کردن و مردم زجر دادن و ظلم کردن، امروز هم برای مردم افغانستان بیچاره هیچ وقت اینا نمیگذارنی بدبخت ها. به اول حاض ما یکمک ازورده شده ایم، مگر ما کار خود دوام بیتیم. به او خاطر ما میخوایم اما همشیره رو بگویم که جنگ ما صرف با پرچم خلق نیست، بسیار دشمن داره مردم، مردم بیچاره و بدبخت افغانستان. با هر کدام از ما تلوار جنگی خود داریم. بله سلام علیکم. الو سخی خان حاجی صاحب سلام علیکم، خوب است؟ بفرمایید. محترم آقای کم تلفن پیش می شما تقدیم می دارد شد من داشته باشید. در زمان صدارت داوود خان تماما نابوسین آزاد ساخته شد، در جمله مدرک خواهر و ملک بر خبر از بند خلاص و در خدمت دولت کمونیستی شوروی قرار گرفت. سلیمان لایق به سر ملای امام مسجد حضرت صاحب و خسروی حضرت صفت الله مجددی بوده، اصل نام آن غلام مجدد بود. وقتی که این پرچمی به داوود خان معرفی بشد اسم وی را تغییر داده به اسم سلیمان لایق در خدمت دولت کمونیستی قرار گرفت. من رامانی این خائن ملی را و غیره را طور مفصل در کتاب چهارصدهی سرچوک کابل در سال 1382 و پیراج 1000 جلد معرفی نمودم. با احترام. والا درست فرمودین، امیر ما هم گفتیم نام عزیز غلام خان مجدد است. یا ایره خداوند دلش قفل انداخت و چی میگه از خداوند و از حق برگشت و در یک مصیبت کمونیستی و وطن فروشی داخل شد. چی میگم خداوند یک نفر راسن از رای نیک، از یک فامیل روحانی، پدرش ملا و خود از یا میگه چلتار میزد، خطبه میداد یکان بار، اما چری بابی خود بوده. بعد از زوس یک بار خداوند چی میگه لعنت خود سر ازی آورد و صحبی را پرچمی ساخته. و هرچی هست به هر جامعی که میگه خرامان داریم از اون طرز خرام و اینایت میشناسیم، بیادر اگه مجدد است یا غیر مجدد، یک معرفی شده یک شخص است در اجتماع افغانستان. بله سلام علیکم. خطاب صاحب
سلام علیکم. السلام مقصودی صاحب، خوب هستی؟ انجینیر مسعود هستم، شما را از بلژیم دارم. آه انجینیر صاحب خوب هستی. من یک عرض داشتم خطاب صاحب که اینمی سلیمان نالایق اصلا لیاقت پروگرام شما را نداشت. این طرق آدم بدنام است. شما باور بکنین که نیمی اروپا همی خلقی و پرچمیاد همی غارا در آمدن و بعد جلسات هم میگیرن و سوسیال هم میگیرن، همی خلقی و پرچمی به دو میزنه. دمی حزب کمونیستی خود این محبوبیت نداره، همه این به دو میزنه. بازی یک بچه داره به نام غرزه لایق، بازو هم یک بازمون نشته میکنه. اما ضرور المثل مشهور است میگه که آدمیزاد، یک ضرور المثل است که یادم رفت، گرگزاده عاقبت گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. بله بله. اون مالی مضمون های کمونیستی نوشته میکنه در سایت های کمونیست ها. من فقط اینمی عرض خدا خدمت شما کردم. آینی تشکر قربان. ای بس با همون تو آدم که همون تو پدر داره ولی یکی لعنت میگه پدری از گیر خود این پرچمی ها کرمای گور یادم هم میخوره یکی دیگه خدا یک تحنه برای همون پسرش هست باز هم لعنت دیگه که امو جایی که شخص رای درست بیشک کنه دنیا امروز ماتریالیستی و تیوری مارکس و دیگه فرسوده شده از بین رفت، حتی چینایی ها امو کمونیزم و امو پالیسی ماهو و عقیده و اینا را سب یک کشور به کلی دیگه شده، جهان به یک طرف دیگه میره، لوده ها به یک طرف، امو جا خود شرش ساخته. بعد به حال امی غرزه لایقی که پسر ازی آدم است و خود ازی قدر کودن و خوش کس که نتانست که رای خدا خودش پیدا کنه. بله سلام علیکم سه. بله سلام علیکم. سلام و احترامات آقای خطاب. و علیکم سلام، بفرم. سیفیستم و جانات منزده از برنامه متوای شما خوب شما بسیار تشکر میکنم. و من سوال داشتم محترم که پیش معل است، یک سوال داشتم که حال ما میفهمیم که پرچمیا و این خلقی ها یا در کجا هست، در آلمان هست، در هر کجایی که هست، مردم چرا اینا را به محکمه نمیکشن؟ مردم مثلا جرمنی که هستن چرا اینا یک به اصطلاح یک عریضه کل مردم ساین کنن اینا را؟ باید دولت جرمنی خو میفهمه کل از جده کجا هست، این که به محکمه ایسی اینا کشانده شوند و همست نجیب باره در کدام جایی را غرغره کنن بسیار خوب است. این کار من هر افغانی که میشنم من میگم در افغانستان هستیم کل پرچمی ها یا خلقی ها از خلق یا هر کسی خیانت کردن او طرف اینا را شما باید عریضه کنیم. یعنی مردمی که موفق هست مثلا چاینیز و ویتنامی ها یا کل از جایتی یک دست اتفاق دارن، مردم ما را در حاصل محترم خواب بردن. ما فقط در قسمت قسمش کالا هستیم و شکم هستیم ببخشیم که اکثر ما مطلب بودیم و خواب برده بودیم. حالا که کم بیدار شدیم ما چرا حال نمی کنیم هیچی؟ من این حالا می فهم در این نوستا یک چند پرچمی هست، از خاطر این من در اون مفلا یا دود نمی خورم محترم. بله بله، همه طور است. طور است که افغانستان خود کشور فامیل و دیگه بود، دمی فامیل های ما دور و نزدیک بعضی پرچمی هستن در محفل می آن خود، یکی مفکوری از اونا بود در اون وقت مظالمی را که مرتکب شدن، یکی خیشاوندی ها و ارتباطات و اینا است، او مقدم است، او است. در این کشورهای چون اروپا و امریکا و اینا افکار مردم آزاد است. در اینجا اگر خودت کمونیست بودی یا سوسیالیست بودی و نمیدانم این و آن و یکی دیگر، اگر بالای خودت در اینجا کدام جرم مرتکب شوی به محاکمه کشانیده میشی که در افغانستان نشده، ظلم اونجا مرتکب شده، دیگه قدر وقت ندارم این دادگاه های اینجا هم کیو. افغان هم که از هر یکی بدر ملحوظات فامیلی و دوستی و ارتباطات و اینا رو زیادتر ترجیح میتن. الان خویلی می فامیل نورالله قیولومی صاحب وزیر داخله مقرر کرده می دکتر عبدالله و او طرف میره استاد میشه از جهاد میگه ما مجاهدین و ما مجاهدین. یا خود آقای احمد شای مسعود الگوی مقاومت و مجاهد کبیر و سردار شهدا و قهرمان و یرفا نصار میشه توسط یک چند تا از می شورای نصارایی از اینا بالای مردم تحمیل کرده، در این پولی خمری هم برین اکسای کلان این طرف هم برین، در جای اینمی اکساس
آویزان که گویا همی یکانه کسی که ناجی ملت بوده همی شخص بوده در حالی که همی آدم و امرای همی پرچمی ها وقتی حکومت دکتر نجیب سقوط کرد کلگی به دامانی از همی ها جمع شدن سه در اردوی از اینا یادمو سنگرهای داغ همی افراد و اشخاصی بسیار مهم جنرالای کمونیستی با اینا هم کار بودن بنان از کیز آدم گله و گذاری داشته باشه یا امروز یک حکومت به حساب دموکراسی و ایناس بینی از هم خون نشد سه. کس کس چیز نبود همی گلابزوی در شورا مردم همین نورالله که علومی رو مردم قندار رای داد در شورا آمد یک آدم بیچاری چون ما صاحب که اینجا کار و زندگی و اینا رو بگذار و یک پچه میره دو بزن و یک خرکیر یا فحش و ناسزا که او باز چاری کار نمیشه همی خود قهر و غضب و عصبیت و اینا ضعف یک انسان معقول نشان میده انسان خداوند مغز داده و زبان داده در دوی از او رو باید بسیار محتاطانه استعمال کنه صاحب بله سلام علیکم سلام علیکم خطاب سید سنگه او رو جوره بخیر امیر خان الله به من شه خطاب سید در زین عوریدون که خواره رو کلیتون که اینو خواه انتظار و مگه یه زدنی یا خلقه تا موقع ورکو خواه درست دیرم تو تکلیف ندر که اینا خطاب سید داره نجیب سمر سور آی و بیاد نجیب اتره زمان چه دیمه در خواهده یک دی مرگلی بدی تا خدایی کنو کچر آی و خدا گردش که طول دیر زیاد خلکان پرچمیان و پشپاگو نفر بانده مگ دای خاخ و پشپاگو نفر بانده ایوه دی یو دو آیتون از دکلی وره تا مخت آساد زنازم بار کرا شهر ما نموگ حقیقات شپاگ کسا بانده دا دوار ورون و کبرون نموگو وایر بیان چه خاخ کرا خطاب سر دا اوس حکمت که چه پکر ورده و که دا خلکان پرچمیان دی وار بی دی اصاراکی منو دا اردگا ور جور کرا یه دیره تا دا دی اما شخصا و میلان که به میلانیان مماخیل دی یا در این نجیب به خیال ده و لغاق بار بین نیاز ده و ایتر زمانی دی ما دیر و اگده مرگلی دی خوشوال دل تا ده که آخه ای کری وی خبی کری وی که بد ای کری وی بد بی کری وی خدای تا اپریگ ده اتاسو ده پکر ده نظر خطاب سایب تا پخپلا یا پویا انسان یه در ده کومینستان و ده وقت تا تر ووسا پوری تر مجایدون و تر طالبان و ده کرزای مرزایو داسه کتاب دی لیکلای دوی تا ده کمو خلقو تا داسه نمبر وان، نمبر تو، نمبر تری ورکری دی، نمبری ورکری دی افغانستان خلق چه پیکر که دی چه کم خلق تا دی که داسه خلاص تاس ناچوار و نایا مجایدین خلقو که دا کرزایی خلقو که دا طالبان خلقو تا دی برای که لک دا افغانان و وقت تا چه ورسی گی چه دا افغانان تا یغوشی و داری گی پا دی برای که که لک نظر ورکه میرا بنی تاسو والا دا چې څوک خو نو دای ډاکټر نجیب داور ډاکټر نجیب ډېرې فجایع کړي دي سړی له حقه تېر نه شي خو همدغه پرچمیانو خلقیانو یو پالیسي وه چې روسانو ورکوله څه چې مسلمانان دي وژنې د سپینګیري د باروسوخه خلک یو کراش یې کوي څه ټکې ورکړي وو چې ویار یو په سر سر مړ کوی دادګاه او عدالت پسې مه ګرځئ دا چا چې مونځ کوو چا چې ږیره درلوده چا چې یو رسوخ درلود په اجتماع کې هغه له منځه ویسئ چې دا اجتماع بې رسوخه کوي خلک یوارې دا لویان یو د روحاني اشخاص دا هغې کې دا د مجدیدیانو قتل یې وویست صاحب ګهواره یې بوتلل ترې دلته د ابوبکر مجدیدی صاحب د ما دوست ده هغې ویلې وای ما یک دایی داشتم و امی کل فامیل مرد ما را و کل از یار بردن و سب شهید ساختن امی دایی میگه مرا در بغل گرفت که بچه ما است سب ای اولاد مجدیدی ها نیست و از اونجا مرا کشید و برد و امرای خود را گفت که برو از اینجا برای دیگه و امرای بچه اید اتا گواره یا را کشتن و سب از بین بردن در قتل فرعون هم نده کرای سب دوغ خلکو در کارون او کرد مگر بیا داغ دور دی داکتر نجیب دلتا چی پسان سو لگذر پا خود راقی و بل سو و پاسپورتون ام آزاد کری و خلق هم رات لیو راشنون هم و صاحب کوپانون هم و وضع پکلی عدیسه و تغییر کری و خلق دیر خواه خود هم داغی داکتر نجیب لیو پا وقت کی چون داشت بعد ورزی لیده لیوی چی وی داغ اوز خیده بیا مجایدین چی راق لیو صاحب داغ دی آقا پیخور دل زد و خورد سو کابل وران سو ما ته دغه نغمه یو واری دی ما دفتر ته راغلی و یو شل کال مخکې یو کنسرت یې ورکوو خلکو ویلې دا دې کنسرت مه پرېږده
دا چپی دا دا او دا منگل کمونستانو سه دوی تای ترانی ویلی و دا ایلان قطع کی نو بیا دوی لی دا اگر دولو دا پلک سر ایراغلی دی ما دفتر تا و پلیاز دی خدای مونگه که نو چی تا سر روغی گی و دا ایلان ما قطع که و مالی چنگه بیا دا نغمی ما تو ویلی ولا وای زی سه دا اگر مور می وای ما زی احق کری و ما چی تا رکتیا چپیانو سر دی ارتباط و ترانی ورتوائی په کابل کې پاتې شو وای زه پېښور ته راغلم وای کله چې دا د حکمتیارو د رباني جنګونو سره ونښتل په کابل کې وای دا کورونه وران شو ظلم شو بل شو وای دا زما مور هم راوتښتېد پېښور ته راغله وای دا دسترخوان به چې ناسته وای ما ته به یې دعا کولې چې ته ولا په حقه وې له هغه کمونستان خو ښه ولیدوغونه زمو کور یې مران کړه بل یې مو کړه ته پېدې زه نه پېدمه وای زما مخ یې مچ وکړه نو وای زه په دغه پېښور کې دلته یم د همدغه مجاهدینو قمندانان وای هر را شپه وای ما غواړي دا د زوی سنتي یم چې سیو سر یم څرخه یم چې نه پېږم نوکان یې ماخلي وای ما غواړي په شپه کې وای شپېته زره اویا زره کلدارې ما ته راکوي بیا و هغه پیسې زه بېرته لېږم او لارۍ لارۍ کالي اخلم او ډوډۍ اخلم او غوړي اخلم هغه بدبختو خلکو ته افغانستان ته یې لېږم چې خیراتومه یې وای نو اوس ته دې ما اعلان قطه کوي ما څه کړي کله کله سړی لا جواب سی چې کوم رژیم ښه و کوم سیستم ښه و هر یو ځان ته یو هغې درلود مګر هغه ډېره تاریکه دوره ده د رباني صاحب دوره وه چې په زور یې ځان تحمیل کړ تاریکه دوره همدغه د ډاکتر نجیب د ببرک و مخکې له هغه نه دغه وختونه ډېر بد وختونه و د طالبانو وخت کې سیکیوریټي وه امنیت و د خاشخاش و مواد و تریاک و دا بلاو بتر بیخي هغه سوي و مګر طالبانو ته خو دنیا بیخي مخ شای ور واړوله تعذیرات اقتصادي یې پې کېښودل په ملګرو ملتو کې په رسمیت نه پېژندل هغو یې مجبور شو همدغه اسامه بن لادن چې له عربستانه یې شړلی و راغی بېرته افغانستان ته هغه ویلي چې دما دا د پلار و نیکه څه چې دارایي ده څو بیلیونه ډالره غونډې تاسې ته درکومه ای تاسی زوم کیگم ولی تاسی سر پا سنگر که هلتا روسانو زد جنگیدم او سم دلتا اغا چی چه حقی هم اغا کار کوم لغوی سر یو زایس اغا هم تاریک دوره و دسی بی تجربه خلق و الا گیره دی ولی اگده نده و نپیگم مکتب دی خزو ما چالانه وی و دامه کوی زین تاپی پا اغوی هم ویل سوی وی مگر دا چه طالبان راسی و کورون و اخلی و سایب و اغو کی دا اغا اغا سرای پیزنده چه کګل روانو قماندان سالارو رقص مرده خلکو ته ورخودل دا شهانی غونډه فکر یو لمنځه وړي سایل حق تیر نشي او اوس هم د جهاد کی همدغه روس په افغانستان کې دوی دا چې چا پورې تړلي دي نه دي څوک نه ده تړلی مګر هغه دوره هم دما تایید وړ نه ده خو همدغه روان دی حوادثو څورته یو رنګ ډېر تک توري دي یو لږ زره بیا نسواري بیا لږ زره خیری لږ زره هغې دغسې مقایسه ده یو یم چندان شی نه او خارجي عوامل هم دي په افغانستان کې دا هم باید فراموش نه کړي بله سلام علیکم سلام علیکم کتاب صاحب محترم وعلیکم سلام بفرمایید سلام به شما و عرض ادب داره به تمام بینندگان عزیز برنامه وزین شما اندلیب صاحب است نه ریبزای صاحب بله قربان شم رفیق دوست آشنای دوران رادیوی ما شخص محترمی هستی اولادای شریف تربیت کردی که هر کدامش توتی شرافت است ای کاش امی اولادای سلیمان لایق رقمی اولادای خودت می بود ولی با خدا یک نعمت خدا مهربانی شما زیاد است من با به شما و با خصوصیت برنامه شما که ژورنالیسم به مشکل واقعیش پیش میبرین ما به شما افتخار میکنم اما متاسف هستم که من مدت زمان 50 سال عمر خود در تلویزیون افغانستان و در مطبوعات افغانستان تیر کردم اما در زمان کودتای هفت سور ما به امضای به پیشنهاد سلامت کتوازی که سنفی ما بود و در دور امین وزیر شده بود و در دور آقای لایق که رئیس کمیته روز تلویزیون و سینماتوگرافی بود ما برای اولین بار مدیر فیلم تلویزیون افغانستان بودم ولی حاضا گفای من مستند است و ما یک چند دقیقه وقت شما رو میگیرم امیدوار هستم که وقت بدم بفرمایید ما یکی از اشعار خودی که یک وقتی مدیر مسئول جریده خلق و پرچم از نا بود یک نقل قول میکنم که این گرگ پارسا را جلاد کونکا را افریت ارتجا را من خوب میشناسم به این مفهوم که
قسمی که دوستا گفتن نام آقای سلیمان لایق غلام مجدد است و از قوم سلیمان خیل است، اصلا از کتواز وقتی مربوط مربوطات غزنی بود بلسه. و پدرشان در قلی خمری رفت و او خلیفه و مسئله بود. اول خود نام خدای نا تغییر دادن سلیمان لایق شدن. بعد از وقتی که سلیمان لایق شدن در زمان کودتای هفت ثور به مشوره مشاورین روسی وزارت اطلاعات و کلتور وقت به چهار کمیته تقسیم شد که در رأس کمیته رادیو تلویزیون سینماتوگرافی آقای سلیمان لایق بود. بنابر سوال ما از آقای لایق است که خودش یک شاعر انقلابی و یک شاعر بسیار به حساب مردمی و فرمودی شما یک شاعر توده‌ای میگرفت و عضو کمیته مرکزی هم بود و صلاحیت وزارت داشت کمیته. در زمان از اینا اشخاص افراد بیره که من نام میگیرم اینا بدون موجب از رادیو تلویزیون برده شدن و تا به امروز سربنیز شدن که البته مهدی ظفر نطاق بسیار ولیده افغانستان که نظیر دیگر در افغانستان و در شرق شاید نرویه. امانالله سیلاب صافی که یک شاعر بسیار انقلابی بود و از شعبه پشتونستان رادیو افغانستان بود. غلام مصطفی مندوزی، طاهر وهاب از اداره روزنه، انجینر کریم و سید امیر از ریاست تخنیکی رادیو، نصرالله مشکوری و چمنوی از مدیریت عمومی موسیقی. این اشخاص افراد به حضورداشت خود ما از داخل رادیو تلویزیون به طرف پلیگون پلیچرخی و در طرف زندان پلیچرخی سوق داده شد. آیا ما سوال ما از آقای لایق حتما برنامه را میشنوند؟ سوال ما از اونا ایست که آیا شما که به حیث عضو کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودین آیا صلاحیت دیگه نداشته که امی اشخاص و افراد را بدون موجب از شما بردن و تا به این موضوع سربنیست کردن؟ اینال به جواب بعضی دوستایی که گفتن که پشت تاریخ نگردین، من این شعر معروف را که همگان یاد دارن میگم که پدر کشتر پدر کشتی و تخمه کین کاشتی، پدر کشتر و کی باید داشتی. اینال اگر ما این را ببخشیم مردم افغانستان به اصطلاح خود از اینا توده های میلیونی افغانستان کی میبخشن؟ بله 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 متوست بسیار. ای کاش که اینا خودشان مستقیما در لای میامد که ما با اینا سوال میکردم. ما در مدیریت فیلم تلویزیون بهترین برنامه های به اصطلاح خودشان انقلابی رو پخش کردم که از اون جمله یکی از فیلمی بود که ظلم خاندان یار یخیار من جمله آشم خان جلاد که او سر عبدالملک عبدالرحیم زی به شمول خسر ما نسیم خان شالیزی که 7 سال بعدی سیاسی بود و عبدالملک عبدالرحیم زی 23 سال زندانی بود و بدون موجب. بله بله اون فیلم ما از آرشیف افغان فیلم پیدا کردم و نشر کردم که همی آقای لایق برای ما به حساب تقدیر کرد که بلازم به خودت این فیلم از کجا کرده بودی؟ من گفتم به هر ترتیبی بود که این بود مظالم زمان سلطنت و از چندی که ما در زمان دهه دموکراسی در افغانستان در رادیو تلویزیون افغانستان مقرر شده بین 1350 و این تمام این گزارشات از بین زیر چشم را تیر شده. من همینطور که خلقی و پرچمی نشدم غمرای اخوانی ها هم تا به سطح فوق رتبه را کار کردم. بل. اما همین جنگای خانه جنگی های افغانستان مرا فراری ساخت و این روز در کشور کاناتا به حساب بسیار تشکر را بیدرسیم. این حال عرض ما ایست که ای کاش اینا می بود که ما یک چند سوال علمی از اینا می کردم. بله بله خود نام بخاطر این گفتم که این گرگ پارسا و یه فلیت ارتجارا بخاطر دیو که اینا حزب دموکراتیک خلق خدا باست تغییر در نامش در زمان دکتر نجیب الله نامش حزب وطن گذاشتند. بله. و این حزب وطن یک صدقت است که آقای غبار حزب وطن نام داشت. بله. اینا چرا تغییر نام دادن؟ و این روز هم این باعث یک رئیس حزب میخواه قد بلنده کنه و در بعض تلویزیون حاضر میشه، اما چرا در تلویزیون مردمی پیام افغان که صدای بر حق مردم افغانستان است حاضر نمیشه؟ بله بله نشد سبا. تشکر عبیب زای صاحب، لطف کردین، بسیار معقول صحبت کردین، حقایق افغان. بسیار زیاد تشکر از شما از لطفتان. البته این
سوالات ما مستقیم بر خیر دیگه باز بر خیر به ان شاء الله ان شاء الله گزارشات جنگای داخلی هم ان شاء الله ان شاء الله باشین بر ان شاء الله حاضر هستم که بر شما تشکر از شما محترم اندلیب صاحب شما هم چی میگه شاید عینی بودین واقعیت افغانستان بیان داشتین هم تو راست خب نامد یک شخصی که خداوند اینا را سرنگون بسازه افغانستان مهد دل ایران است هر یکی در اینجا طول و ترازو شد همه طور است بعضی مردم میگن که والا یادم سواد نداره اگر سواد می داشت ما سواد می داشتیم افغانستان به هی حال مواجه نمی شد مگر همی با سوادات چون سلیمان لایق و اینوان کسایی که شاعران بودن و نویسندان بودن و مغز و کدر علمی همی وطن فروشا بودن و پرچم خلق سه اینقدر مردم را تباه ساختن دیگه گروه اخوانیت هم همینطور هم اشخاصی که تعلیم یافته بودن اونا بیشتر بربادی کردن و خرابی کردن یه آدم سر کوه و آدم سر پلوان و بی سواد و بیچاره بیشتر قصوری کم داره نه در بخش تصمیم گیری درک داشت و نه در حق و بخش و وقتی مسئله مزایا مطرح می شد مثل حال اونا سب هیچ هیچ سب خاکدان نشسته بودن سب. بله سلام علیکم سب. حاجی سب بگو سلام علیکم. و علیکم سلام خوب هستین سب عظیم جان. زنده باشم حاجی سب محترم اگر خوب شد که این مردکان نیامد اگر این میامد فکر نمی کنم که به این همه این مردم میتانستم به احترام شما که مهمان برنامه بود شاید ما نمیتانستیم همی حقایق بگوییم ولی خوب شد که نیامد دنیا و خلقی ها سب. اینا پدر و مادر و ناموس ندارم که یا هر چه دشنام بزنه و رجعش فرقی نمیکنه یا به می انتقاد و صحبت و سرمی مسائل بسیار یا حساسیت دارم سب یا 2 میلیون با می بهانه و درق و دروغ کشتم همین ریاض صاحب مکتوب صادر میکنم به می اروپا که همی حکمتی ها را جلوگیری کنیم که نه پاگل صاحب و مرغی پرچمی و خلقی هم صاحب یکلنگ نداره اصلا پای نداره 60,000 که در روز فرارتان از کابل به علاوه 2 میلیون کشتید خدا به گردن امیر حزب اسلامی بندازه اما صاحب یکی دیگه شو آمده صاحب حفیظ الله امین دو میزنه خب مؤسس حزبشان نفسش کشید ترکی رسید شما را همیشه ساجی صاحب محترم ما دعاگوی تان هستیم به خدا برابر از 100 جبهه جنگی کرده صاحب همونطور که گفتم این تلویزیون شما صاحب بیشتر و بهترتر خدمت میکنه چون اینا واقعا سر گفتن حقایق حساسیت دارن مخصوصا همین نوری صاحب شما ببینین که هر موقع انسان فرصت طلب داخل لاین میشه مرغ به محل وری یا شل رو مثلا خوب شد که به حیا رفیق هم فکر سلیمان لایق هم افشا شد و این آدی سفید سلیمان لایق وزیر اطلاعات و کلتور بود عضو کیجیبی عضو کمیته مرکزی صاحب که تا همین اکنون همه اختلافات خلقی و پرچمی همه ترورا دوزیا در افغانستان توسط همه اشخاص صاحب پیش میره و باز اینها ببینین که زنای خود در روی خط روانه میکنن همین پرچمی ها و روایی ها که اونم گل بودین حکمت ها 60,000 کشت خب خداوند شما را لعنت کنه خب شما بگیم دکتر نجیب چند تا را کشت و در رسه تفسیری شما در رسه پنجره اروپا شما باید این موضوع را پرسان کنیم این چطور میاد همونطور آمد و صاحب مردم و ملت همه دو زد به هیچ کس هم اجازه ندادم که کس داخل لای شوه صاحب شما را به خداوند کریم و رحیم مسپارم بسیار تشکر از این برنامه مقبول تا ما هم یکی از ارگانهای تلویزیون پیام افغان است آقای ناصر آریان هم زحمت فراوان و احمد جان شریفی هر دو زحمت پیگیر دارند یعنی هر روز یعنی برنامه ها به همی چرخ نمیخوره نویسنده میارن و شاعر و نمیدانم نرمند و برنامه رنگارنگ دارند امور هم فکر کرده که خب یادم میاد یک شخصی مهم هست حاضر شد برای مصاحبه و سوالات اونا هم داشتن ازشان و لاین هم باز گذاشته بودن هم پالیسی عمومی تلویزیون پایام افغان هم رعایت کردن خو یک لاین است یا دو لاین در آلمان استودیوی مجهز دارن مگر به این که 5-6 تا لاین باشه و فراوان وقت فرصت میسر شوه او طور نبود سلیمان لایق پرسیدن بعضی ها پاسخ گفتن تو نبود که سربسته مصاحبه با پیش بره باز ما خواهش کردم گفتم که اونا را اگر گفت 100 دفعه ما میگمشن باز اونا هم پذیرفته بودن که مصاحبه صورت بگیره در یک فرصت طولانی تر 2 ساعت و اینا مگر ای که او حاضر نشد یا پسری از اونا تیر خود آمد یا خود از او بهانه کرد یا هر بلایی که صورت شد قصور آریان هم نیست آریان خب و اونجا چیزی که تانست او را کرد و ما هم
وقتی از اونا پرسیدم به تو نشد که بگوی نه به امرای خودت رخ نمیشه و یا چطور بسیار به محبت به همکاری چون یک استودیوی ما هست در هامبورگ و ما آقای شریفی و همی آقای ناصر آریان تقدیر میکنم زحمات فراوان میکشه این به حیث اینه که همکاری خب با تلویزیون میکنه خودشان هم نشرات دارن یعنی جز همی تلویزیون هستن این به همو واقعیت ها را عرض میدارم امتور است ما باید امتو گله اگر میکنیم با جواب با یک حساب و کتاب باید باشه ما خودم شاهد اوضاع بودیم امتور است مگر اینکه سلیمان لایق یا پسری از اون حاضر نمیشه دیگه قصور آقای ناصر آریان و آقای احمد شریفی هم نبوده اونا آنچه همکاری که میخواستن بکنم و کار کردن ما مصاحبه را دیدم تا یک حد آزاد به پیش میرفت یکی را گفت یک برادر ما بلاجی پنچیلی صحبت میکنه او روز آمد که ما را نگذاشت باز ما گفتم چرا این را رخ نکدین میگه پیش از این که از او سوال کنه میگه دعوت شروع کرد پوچ میگفت حرفای بد و رکیک و اینا را نصار ساخت ما دیگه نخواستم که یک نفری که دو میزنه دیگه ما با یک میمان خود بگویم که این آدم آمده شما را فحش و ناسزا میگه او را ما هم اگر باشه این آدم میامد ما هم نمیگذاشتم که این نفر اونا رو فحش بگوی یا نسزا بگوی بله سلام علیکم سلام علیکم بتاسه و علیکم سلام سنگ زلالی صاحب جوری پخیر بله شکر دست خیلی خیریت تبیر بتاسه صاحب کله چې دا نالایق دی یو عمر خطاب صاحب سره مصاحبه نشي کولای چې یو عادي په دې لویه نړۍ کې یو عادي انسان دی نو دای به د الله تعالی ته چې کله ځي هغې سره به څنګه سوال جواب وکړي مونږ تاسو خو مسلمانان یو په دې عقیده لرو اما دا خو په دې عقیده نه لري دا به څه کوي هلته به څه کوي زما دې ته ډېر خو هلته باندې دوی عقیده نه لري او بل دا زم لکه د پاچا صاحب غوندې موافق یم چې ستاسو دغه دا ډېر وزین تلویزیون او مهم وخت زه دوی په دې نه اورېده چې داسې کسان راشي ستاسو په دې تلویزیون کې هغه وکړي خو خیر دا ستاسو د احترام نه شاید ډېرو خلکو ورته څه نه وای ویلی مګر دا چې نن نه دی راغلی نو د هر چا دا موقع مساعد شو چې هغه څه چې لازم دی باید د ده سه کمونستانو په حق کې ووایي دا زه دوی ته تا وایم چې تاسو دا د ملت د قهر یو نمونه ده چې تاسو ګورئ که دا آر یو تیلیفون کهی او تاسو بانده پا قار دی دا لکه دا سامد از هر چه ویلی چوبکیان نیدی دا دیو ملت یو قهر دی چیز پا تاسو بانده دا نمونه بوری او دا آغا دا دا آغا بیگونا شهیدان وینی هزار دا چه تاسو تر امریکا و اروپا پوری تاری او دشپی او دورد ام خوب تنه پریدی تاسو بده پوشی چه دا دا آغا شهیدان و دوین و هزار دا چه تاسو اخیرتی او نن اورادم لکه گیدران و غنده پر سوری که پتی گئی دا دا د کمونستان او هغه مغز متفکر ده او دوی د تګزي ګډران غوندي مګم افغانستان کې اوس هم هغه څه کارونه کوي لکه یو نالایق ځوان د خیبر په نوم ده هغوی ته داسې احساسات ورکوي بل ورکوي شعرونه ورکوي دا هغه څه ګډران دي چې دلته راغلي دي په غرب کې ځانونه پټ کړي دي او نور افغانستان کې اورې بل کړی شرم ده په دوی لعنت دي وي په دوی دوی باید شرم باشه رامداد بله او دیر مننن دن بله سلام علیکم الو سلام هاشم جان خوش آمدید سر بفرم هاشم جان دارم سر تلویزیون گل کو قربان این کامپیوتر اینو پخشش کنم سلام دارم به شما و شنوندگان محترمتان و علیکم سلام بفرم کوتاه میخوایم بگویم یک نکته بسیار جالب آقای خطاب که تلویزیون ملی افغانستان راجع به موقف ادبیت یک برنامه شاندار گرفته بودن و از موقف شعر و ادب اینا از این تقدیر کردن در اون محفل حاضر شد شما مگه یک محفل ادبی در یادم میگرفتیم شاید هم یادم حاضر میشه که سر شعرهایش نویسنده صحبت میکرد و سر موقف ادبی و ایناش آره شما با تلویزیون ملی چند نمره میتین با این کارش چند نمره منفی البته البته همون بخشی ای که بعض محافل درست میکنه شعرها را دعوت میدارن او ما برای مصاحبه یک بحث سیاسی اینا را دعوت کردیم حاضر نشدن شعری از اونا دیگه گفته همون یک نفر بود میگه خانمی از او
هر روز میامد که آقا شعر میگه و نشسته و عینکای دبل در چشم میشه صاحب نوشته میکنه و اینا، مگر در خانه یک دانسیب پیدا نمیشه صاحب، بسیار اسرت زده و غریب بودن. باز هر بار که آدم میگفت میگفت پدر من وقت ندارم، خانم میگفت خانم جان من وقت ندارم شعر میخوانم که برم کار کنم. و هر باری که در بیرون یک تربوز فروش و سیب فروش میامد باز دلی از این دیگه خانم ها میرفتن و یک پول یک چیز میخریدن به خانه خودی، خانم زار زار صاحب جگرخونی میکرد که چرا چیز ندارن و پول ندارن و افتخار شاعر صاحب دیگه میگه من چی کنم که اما بگویه که خانم شاعر است. باز یک روز میگه دلکش بسیار تنگ شده بود و آمد میگه نزده همی شاعر صاحب شوار خود، گفتی شعرها رو که نوشته که دی سیب خریده میتونه؟ میگه نی. میگه تربوزکار خریده میتونه که بیرون خروالا آورده؟ گفته نی والا نمیدانم. چاکلیت و که فلانی و هم چیزایی را که دوست داشت تو پیران نی نی نی. باز گفت بلاده می کاغذای شعر چه و کلش میگه پاره که دوست انداخت. علی سلیمان لایق نلایق بگویم شعرهای زیر ما چی کنیم صاحب که نه تربوز خریده میتونه و نصیب نه برای اجتماع کنم خدمتی کرد. معمولا همی شعرا و کس نویسنده ها در امو از امو استعداد خود به صورت منفی استفاده میکنه. برای یک کمونستا شعر میگفته یه دغره بچر که و گفته گرنگه و صدای و ادریمی محدوده یا یک ترانی چپی را برای تقویر روحیات عسکری از اونا برای یک نرمند یک شعر میگفت و صاحب بازو از قرار جمع رفتن و صاحب دریمی لابلا یا یک فرزند یک پارچه ادبی که سلیمان لایق بسیار فهمیده آدم است. وقتی که تربوز و سیب خریده نشوه با این شعرها یعنی برای ملت خدمت نشوه برای کدام کاری صورت نگیره و این وطن تباه شوه، از امی رادیو افغانستان که اندلیب صاحب مهربانی کردن و از درون رادیو صحبت کردن که در جلوی چشم از این وطن فروش بسیاری اشخاص شریف بردن و تا حال گم شدن و رفتن و به دنیا و این آدم تا سن 90 سالگی روزی میخوره و صاحب همه تو مگس واری را میره ای طرف طرف دیگه شعر عزیرا و داستانه عزیرا و استعداد ادبی عزیرا خدا ده خاک به امره عزی ببره، بدبخت ساخته می شعرهای از اینا. بعضی اشعار بسیار مردم روشن می سازه، برای مردم رهنمایی میشن و بعضی مردم هستم شعرهای انقلابی و برای یک عز، برای یک تنظیم، برای یک مفکوره هم شعر بگو و صاحب دمونجا مگس واری صاحب کسافت کو صاحب یک اجتماع و وطن بفروش اشعار وطن فروشی صاحب. خب محصولی از همین شاعرها و همین سلیمان لایق خب جز آدم کشی دارم اونجا هیچ یا وطن فروشی صاحب در همین ارگانیکی آدم بود در طول چند سال و قبل از او چطور در یک مرحله خود تبرئه کنه در مرحله بعدی صاحب اگر پشیمانم باشن باز هم صاحب او را خوشسته نمیتانم و دوره باید پاسخ بتندم برای آقای سلیمان لایق و اشخاصی هم گونی از اینا تا زنده هستن لعنت مردم است و بدا به حال هم و اگر راستی ارزش های انسانی را آدم در کنار هم بگذارن میبینین که بعضی مردم بسیار نکنام مردم هستن، بسیار مردم و همو توانایی های بسیار محدود خود بسیار مردم خوش ساخته در حیات مردم تأثیر مثبت آورده در اجتماعات خدمت کرده. مگر بعضی ها با همو شعر و دانش و صاحب ادبیات و اینو آن قدر بدبختی را عاید حال مردم ساخته که تا امو تاریخ گویا هست امو لعنت مردم به مو آدم خواهد بود. سلیمان لایق در زندگی خلاص نمیشد، وقتی بیمیره خاک شوه و در می خاکای آلمان در جای زیر خاک پرتنشه بازم فراموش نمیشه خاطر نسل به نسل برای مردم تشریح خواهد شد که این تو یک وطن فروش بود، نوکری روسا بود، یک متریالیست که همه اصالت های افغانستان دین آین فرهنگ همه پشت پا زده بود و یک چند شعر خلاصه شده. وقتی که یک شعر نتانه یک تولیدی را بار بیاره یک مضمون نتانه خاک در سر همه تو یک آدمی که جز بدبختی و بربادی و مسائب آید حال یک اجتماع نساخته باشه.
دیگه من نوت که دکتر نجیب چی کنم که بسیار گویندی بسیار خوب بود یا اشعار سلیمان لایق خوصه مزامین سلیمان لایق هیچ چیز به درد نمیخوره خدا اینا را به لعنت خود گرفتار ساخته و همی همه شما هر قدر اینا را وزیر بسازن و مدیر بسازن و صاحب دمی رکابی اینو آن یک سوال ما خواستم سلیمان لایق همی بود که اگر حاضر می شود و پیدا می شود همی بود که شما برای همی وطن فروشی و در رکاب دویدن دیگرا شما را خدا من خلق کرد در رکاب شوروی سابق دویدن ملت تباه ساختین امروز در اگه اشغال دیگر باز شما اونجا در این مراسم حضور حاصل می دارین ما حافل برتان گرفته میشه. من نمی دانم سبقت الله مجدیدی تلویزیون دیدم اون وقت که یک جای بلند می شود و که به صراحت لحجه صحبت می کرد و وطن برای عدم دستخط قرارداد یا پیمان امنیتی ترک می گوی مهاجر می شود مگر یه آدم از زیر و زبر و سیر و پودینی از زیر می دانست بلا زده بودش که یک بلند می شود یا یک تلویزیون یک مصاحبه می کرد که می آدم هم می شناسم یه رو چرا می آرین در این محافل خب در اونا خود صاحب همی ایمان به کلی مرده خداوند به لعنت خدا هم تو که سلیمان لایق گرفتار کرده همی سیاف و حضرت و نمی دانم عبدالله و همی ارگانی که امروز برای چور و چپاول افغانستان خداوند گماشته زیر سلطه اجانب اینا هم من نمی دانم که خداوند چطور با اینا فیصله خواد کرد خدا می دانه کارش مگر به حساب اسباب و چی میگه عالم اسباب همی آنچه عقل ما مردم قد میته خوب هر کدامی از اینا از یک دیگر بتر هستن یکی در لباس دین و یکی در لباس لینین و مارکسیزم و اینا وطن تبا تبا ساختن و همینجا خلاصه میکنیم دوستان عزیز ما هر کدام به خداوند لایزال می سپارم ما می بالم به افغانای خود سراسری وقتی روشنی حق و عدالت در یک تلویزیون می تا با یک صحبتی باز لبایی گفته میشه ما به شما بسیار مفتخر هستم و شما رو دوست دارم هر کدامتان در هر جای هستین ولی اقلم دشمنتان رو میشناسین باز میبراین برای دفاع حق مردم افغانستان اگر نیم قرن از او بگذره فراموش نشدنی است و در تاریخ افغانستان ثبت است بنان ما به شما هم تبریک میگم و تلویزیون صدای شماست باور شما از اینجا پخش میشه هر کدام شما رو ما دوست دارم یک چیز برتان عرض کنم یکان بار ما جگرخون میشم عصبی میشم یا کلمات تند از زبان ما بیرون میشه و یا پیشانی ترشی گفتی بعضی دیگه از ما سر میزنم مرا معذرت میخوایم و شما مردم یا یک کسی را میبینم که زیاده روی میکنه دکمیشه میزنم گل میشه از اونا هم ما معذرت میخوایم مگر در اینجا اما وقت هم باید مراعات بداریم تلویزیون شماست در غیر از روز ما آزاد میخوایم که شما نظریاتتان بیان بدارین امروز هم ما آقای سلیمان لایق به همی باور که یه تلویزیون آزاد است بیان یک پرچمی یا خلقی یا اخوانی یا نمیدانم سکولر و این و آن پخش میشه خب مردم افغانستان است با افکار ما با آقای سلیمان لایق از که چرا ای تو می اندیشه چرا پرچمی است هیچ ما منتقد نبودم ای که وعده خلافی میکنه بی احترامی میکنه به یک تلویزیون وعده می سپاره با زور و زخم دروغ گفتن صاحبم تلفن کار میداد او را حواله کردن به مشکل تکنیکی و حال هم امروز هم بعد از 3 روز اعلانات و هشدار و صاحب ای که مردم آگاه شوند باز هم خود کناره گرفت و به حساب به احترامی کرد به ملت افغانستان اونمو یک کمه که دردناک شد و علاوه از او دو پروگرام بسیار مهم ما را یادم ما آمادگی برای چیزی داشتم و اینا او را خراب ساخت و برنامه ما را از مروندی از او کشید به هر حال تاسیاری و پختای سپارم گرم دوستان و پا مخم که دی خدای پامان